دوستان عزیز، توجه کنید. به دلیل محدودیت امکانات، ترجمه و روایت این کتاب توسط هوش مصنوعی انجام شده است. لذا پیشاپیش بابت اشتباهات احتمالی در تلفظ کلمات پوزش می‌طلبم. در صورت تمایل به خواندن نسخه نوشتاری کتاب، می توانید به سایت رادیو NLP مراجعه کنید. با تشکر. تمرکز. کلید بهره وری و موفقیت بی حد و اندازه. حق چاپ، رادیو NLP، نیویورک، ایالات متحده. فصل اول، مبانی تمرکز. درک تمرکز. در دنیای پرسرعت امروزی که دائما حواستان را پرت می کند، قدرت تمرکز بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. این کلید باز کردن بهره وری بی حد و دستیابی به موفقیت بی نظیر در تمام جنبه‌های زندگی است. هدف این فصل فرعی این است که عمیقاً در درک تمرکز، اهمیت آن و نحوه استفاده مؤثر از آن بپردازد. تمرکز، توانایی متمرکز کردن توجه خود بر روی کار یا هدف واحد بدون در نظر گرفتن سایر عوامل حواس پارتی است. این نظم و انضباط ذهنی است که به افراد اجازه می‌دهد تا توجه بی‌نظیر خود را به اهداف خود معطوف کنند و از این طریق توانایی خود را برای انجام کارها و کارها به طور مؤثر افزایش دهند. قدرت تمرکز افراد را قادر می‌سازد تا به طور کامل در کار خود جذب شوند که منجر به افزایش خلاقیت، مهارت‌های حل مسئله و بهره وری کلی می‌شود. اهمیت تمرکز را نمی‌توان اغراق کرد. این نیروی محرکه انجام شاهکارهای بزرگ و دستیابی به موفقیت‌های خارق‌العاده است. کسانی که قدرت تمرکز دارند، این توانایی را دارند که به اهداف خود متعهد بمانند، حتی در مواجهه با چالش‌ها و شکست‌ها. آنها فوکوس لیزر مانندی دارند که به آنها امکان می‌دهد عوامل حواس پرتی را تنظیم کنند و در مسیر دستیابی به اهداف خود باقی بمانند. برای مهار قدرت تمرکز، درک عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارند ضروری است. یکی از جنبه‌های مهم خودآگاهی است. دانستن نقاط قوت، ضعف و الگوهای حواس پرتی به افراد اجازه می‌دهد تا استراتژی‌هایی را برای حفظ تمرکز ایجاد کنند. علاوه بر این، مدیریت محیط نقش مهمی ایفا می‌کند. ایجاد یک فضای مساعد و عاری از وقفه و حواس پرتی می تواند سطح تمرکز را تا حد زیادی افزایش دهد. علاوه بر این، توسعه انضباط ذهنی از طریق تمرین‌های مانند مدیتیشن و ذهن آگاهی می تواند به طور قابل توجهی تمرکز را بهبود بخشد. این تمرین‌ها ذهن را آموزش می دهند که حاضر و متمرکز بماند و مقاومت در برابر عوامل حواس پرتی و حفظ تمرکز را آسان تر کند. درک تمرکز همچنین مستلزم شناخت اثرات مضر انجام چند کار است. برخلاف تصور رایج، چند وظیفه‌ای بهره وری را کاهش می‌دهد و تمرکز را مختل می‌کند. با گسترش توجه خود در بین وظایف متعدد، افراد نمی‌توانند تمرکز کامل خود را بر روی یک کار متمرکز کنند. این منجر به کاهش بازده و خروجی با کیفیت پایین می‌شود. در نتیجه، درک تمرکز برای هر کسی که به دنبال دستیابی به بهره وری و موفقیت بی حد و حصر است، حیاتی است. این یک نظم ذهنی است که به افراد اجازه می‌دهد توجه خود را متمرکز کنند، عوامل حواس پرتی را کنار بذارند و اهداف خود را به طور مؤثر انجام دهند. با توسعه خودآگاهی، مدیریت محیط، تمرین تمرکز حواس و اجتناب از انجام چند کار، می توان قدرت واقعی تمرکز را باز کرد و از آن برای دستیابی به نتایج خارق‌العاده استفاده کرد. پذیرش تمرکز به عنوان یک عنصر کلیدی برای موفقیت یک تغییر ذهنیت متحول کننده است که می تواند شیوه برخورد ما به زندگی شخصی و حرفه‌ای را متحول کند. علم پشت تمرکز. تمرکز اغلب به عنوان کلید بهره وری و موفقیت بی حد و حصر مورد ستایش قرار می گیرد. به ما این امکان را می دهد که توجه و انرژی خود را روی کار متمرکز کنیم و ما را قادر می سازد بهترین عملکرد خود را داشته باشیم. اما آیا تا به حال در مورد علم پشت تمرکز فکر کرده اید؟
چگونه کار می کند و چرا اینقدر مهم است. برای درک علم در پشت تمرکز، باید به کارکردهای درونی مغزمان بپردازیم. مغز ما یک اندام پیچیده است که به طور مداوم در حال پردازش اطلاعات از محیط اطرافمان است. با محرک‌های متعدد خارجی و داخلی بمباران می‌شود که برای جلب توجه آن رقابت می‌کنند. بنابراین تمرکز توانایی فیلتر کردن حواس‌پرتی‌های غیر ضروری و هدایت تمرکز بر روی کار یا هدف خاص است. یکی از بازیگران کلیدی در تمرکز قشر جلوی مغز است. بخشی از مغز که مسئول عملکردهای اجرایی مانند توجه، تصمیم گیری و حل مسئله است. هنگامی که ما بر روی کار تمرکز می کنیم، قشر جلوی مغز سایر نواحی مغز را که ممکن است مسئول حواس پارتی باشند فعال و سرکوب می کند. این فرایند به عنوان کنترل شناختی شناخته می شود و به ما کمک می کند در مسیر خود باقی بمانیم و اطلاعات نامربوط را نادیده بگیریم. یکی دیگر از جنبه‌های مهم تمرکز، حافظه فعال است. حافظه فعال به ما این امکان را می‌دهد که در حین انجام یک کار، اطلاعات را در ذهن خود نگهداری و دستکاری کنیم. این مانند یک فضای کاری ذهنی است که می‌توانیم اطلاعات را پردازش کنیم، ارتباط برقرار کنیم و مشکلات را حل کنیم. وقتی تمرکز می‌کنیم، حافظه کاری ما کاملا درگیر می‌شود و به ما این امکان را می‌ده که متمرکز بمانیم و وظایف را به نحو احسن انجام دهیم. اما تمرکز فقط مربوط به مغز نیست. بدن و محیط ما را نیز درگیر می‌کند. عوامل فیزیکی مانند خواب، تغذیه و ورزش نقش مهمی در توانایی ما برای تمرکز دارند. خواب کافی به جوانسازی مغز کمک می‌کند، در حالی که یک رژیم غذایی متعادل مواد مغزی لازم را برای عملکرد مطلوب مغز فراهم می‌کند. ورزش منظم جریان خون به مغز را بهبود می‌بخشد و توانایی‌های شناختی از جمله تمرکز را افزایش می‌دهد. علاوه بر این محیطی که ما در آن کار می‌کنیم می‌تواند تمرکز را حمایت کند یا مانع آن شود. یک فضای کاری شلوغ و پر سر و صدا می‌تواند به شدت حواس را پارت کند و تمرکز را دشوار کند. از سوی دیگر، یک محیط تمیز، ساکت و منظم باعث افزایش تمرکز و افزایش تمرکز می شود. درک علم پشت تمرکز می تواند به ما کمک کند تا استراتژی هایی را برای بهبود توانایی خود در تمرکز ایجاد کنیم. با بهینه سازی، عملکرد مغز، مراقبت از بدن و ایجاد یک محیط کاری ایدئال، می توانیم از قدرت تمرکز برای دستیابی به بهره وری و موفقیت بی حد و حصر استفاده کنیم. در نتیجه، تمرکز فقط یک عمل صرفاً اراده نیست. ریشه عمیقی در علم مغز و بدن ما دارد. با درک عملکرد پیچیده سیستم توجه مغزمان، می توانیم پتانسیل واقعی تمرکز را باز کنیم. بنابراین بیایید عمیق‌تر به علم پشت سر تمرکز بپردازیم و راه را برای بهره‌وری و موفقیت نامحدود در زندگیمان هموار کنیم. فواید توسعه مهارت‌های تمرکز. در دنیای پرسرعت امروز، توانایی تمرکز به یک مهارت کمیاب و ارزشمند تبدیل شده است. ما دائما با حواس پرتی بمباران می‌شویم، از اعلان‌های رسانه‌های اجتماعی گرفته تا جریان بی‌پایان ایمیل‌ها و پیام‌های متنی. اما در میان این هرج و مرج، کسانی که دارای قدرت تمرکز هستند، دارای مزیت مشخصی هستند. این زیرفصل به فواید بیشمار توسعه مهارت‌های تمرکز و اینکه چگونه می‌تواند منجر به بهره وری و موفقیت بی‌حد و حصر شود را بررسی می‌کند. یکی از مزایای اصلی تقویت مهارت‌های تمرکز، افزایش بهره‌وری است. هنگامی که بتوانید توجه خود را بر روی کار متمرکز کنید بدون اینکه منحرف شوید، می‌توانید آن را کارآمدتر و مؤثرتر انجام دهید. مطالعات نشان داده است که افراد با مهارت‌های تمرکز قوی می‌توانند در زمان کمتری کارهای بیشتری انجام دهند که منجر به سطوح بالاتر بهره‌وری و موفقیت در زندگی شخصی و حرف‌های خود می‌شود. علاوه بر این، تمرکز برای دستیابی به موفقیت در هر تلاشی ضروری است. چه ورزشکار، موسیقیدان یا کارآفرین باشید، توانایی تمرکز بر اهداف و وظایفتان بسیار مهم است.
تمرکز به شما این امکان را می دهد که جلوی حواس پرتی ها را بگیرید و دید واضحی از آنچه می خواهید به دست آورید داشته باشید. این شما را قادر می سازد بر موانع غلبه کنید و در مواجهه با چالش ها استقامت کنید و در نهایت به دستاوردهای بزرگتری برسید. توسعه مهارت های تمرکز نیز تأثیر مثبتی بر سلامت روانی دارد. وقتی بتوانید حواس پرتی های بیرونی را کنترل کنید و ذهن خود را متمرکز کنید، بهتر می توانید استرس و اضطراب را مدیریت کنید. تمرکز باعث ایجاد حالت جریان می شود، جایی که شما کاملا در لحظه حال غوطه ور می شوید و احساس آرامش و وضوح را تجربه می کنید. این حالت ذهنی نه تنها عمل کرده شما را افزایش می دهد، بلکه احساس رضایت و شادی بیشتری را نیز به ارمغان می آورد. علاوه بر این، مهارت‌های تمرکز ارتباط نزدیکی با بهبود حافظه و توانایی‌های یادگیری دارد. وقتی بتوانید روی اطلاعاتی که در دست دارید تمرکز کنید، احتمالاً بعداً اون را حفظ کرده و به خاطر می‌آورید. این به ویژه برای دانش آموزان، متخصصان و هر کسی که درگیر یادگیری مادام الامر است، مفید است. با توسعه مهارت‌های تمرکز، می توانید ظرفیت خود را برای جذب و پردازش اطلاعات افزایش دهید که منجر به ذهنی تیزتر و افزایش توانایی های فکری می شود. در نتیجه، مزایای توسعه مهارت های تمرکز بسیار گسترده و برای دستیابی به بهره وری و موفقیت بی حد و حصر است. از افزایش بهره وری و دستیابی به هدف گرفته تا بهبود رفاه ذهنی و افزایش توانایی های یادگیری، تمرکز یک عنصر کلیدی برای باز کردن پتانسیل کامل شماست. با اختصاص زمان و تلاش برای تقویت مهارت‌های تمرکز، می‌توانید در دنیایی پر از حواس‌پرتی، مزیت رقابتی کسب کنید و خود را به سمت مسیری با امکانات بی‌پایان سوق دهید. فصل 2: قدرت تمرکز. افزایش شفافیت ذهنی. در دنیای پرسرعت و پر از اطلاعات امروزی، حفظ وضوح ذهنی برای بسیاری به یک چالش تبدیل شده است. حواس‌پرتی‌ها و مطالب‌های مداوم در مورد توجه ما به راحتی می‌تواند باعث شود ما احساس غرق شدن و پراکندگی کنیم. با این حال، توانایی تمرکز و تمرکز نه تنها برای بهره‌وری و موفقیت بسیار مهم است، همچنین کلید باز کردن پتانسیل بی حد و حصر ما است. در این فصل، استراتژی‌ها و تکنیک‌های افزایش وضوح ذهنی را بررسی خواهیم کرد. با اجرای این اصول در زندگی روزمره خود، قادر خواهید بود تمرکز خود را تیز کنید، توانایی‌های تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشید و به حالتی از تمرکز بالا دست یابید. یکی از اولین قدم‌ها برای افزایش وضوح ذهنی، از بین بردن عوامل حواس پرتی است. زندگی مدرن ما پر از وقفه های دائمی است، مانند اعلان های رسانه های اجتماعی، ایمیل ها و تماس های تلفنی. با کاهش آگاهانه این حواس پرتی ها و ایجاد یک محیط مساعد برای تمرکز، می توانید کنترل توجه خود را دوباره به دست آورید. یکی دیگر از تکنیک های قدرتمند برای افزایش وضوح ذهنی، مراقب ذهن آگاهی است. این تمرین شامل آموزش ذهن شما برای حضور در لحظه است و به ایجاد حالت ذهنی آرام و متمرکز کمک می کند. ثابت شده است که تمرین منظم مدیتیشن باعث بهبود عملکرد شناختی، افزایش دامنه توجه و کاهش سطح استرس می شود. علاوه بر این، گنجاندن تمرینات بدنی منظم در روال خود می تواند وضوح ذهنی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. ورزش جریان خون به مغز را افزایش می دهد، ترشح اندورفین را تحریک می کند و عملکرد شناختی کلی را بهبود می بخشد. چه یک پیاده روی سری، یک جلسه یوگا یا یک ورزش در باشگاه، پیدا کردن فعالیتی که از آن لذت می برید و می توانید به طور منظم به آن متعهد شوید، به شدت به وضوح ذهنی شما کمک می کند. علاوه بر این، تغذیه نقش حیاتی در افزایش وضوح ذهنی دارد. یک رژیم غذایی متعادل که شامل غذاهای تقویت کننده مغز مانند اسیدهای چرب امگا 3، آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها باشد، می تواند عملکرد شناختی را بهبود بخشد و از وضوح ذهنی حمایت کند.
اطمینان از هیدراته ماندن در طول روز نیز ضروری است، زیرا کم آبی بدن می تواند منجر به می مغزی و کاهش عملکرد شناختی شود. در نهایت استراحت های منظم و خواب آرام برای حفظ وضوح ذهنی بسیار مهم هستند. مغز ما برای شارژ و پردازش اطلاعات به زمان نیاز دارد. استراحت های کوتاه در طول روز و اطمینان از داشتن خواب کافی نه تنها تمرکز شما را بهبود می بخشد، بلکه به سلامت کلی شما نیز کمک می کند. با اجرای این استراتژی ها و تکنیک ها می توانید وضوح ذهنی خود را افزایش دهید و پتانسیل واقعی خود را باز کنید. قدرت تمرکز در درون هر یک از ما نهفته است و با پرورش و پرورش آن می توانید به بهره وری و موفقیت بی حد و حصر در تمامی جنبه های زندگی خود دست یابید. غلبه بر حواس پرتی. در دنیای پرسرعت امروز به نظر می رسد عوامل حواس پرتی در هر گوشه ای در کمین هستند. از پینگ های مداوم تلفن های هوشمند ما گرفته تا جریان بی پایان ایمیل ها و اعلان های رسانه های اجتماعی، حفظ تمرکز و تمرکز می تواند فوق العاده چالش برانگیز باشد. با این حال اگر می خواهیم پتانسیل واقعی خود را باز کنیم و به بهرهوری و موفقیت بی پایان برسیم، غلبه بر حواس پرتی ضروری است. قدرت تمرکز اهمیت غلبه بر حواس پرتی ها را درک می کند و استراتژی های عملی ارائه می کند تا به شما کمک کند کنترل توجه خود را دوباره به دست آورید. با اجرای این تکنیک ها می توانید قدرت ذهن خود را مهار کرده و به راحتی به اهداف خود برسید. یکی از اولین گام ها برای غلبه بر حواس پرتی ایجاد یک محیط مناسب برای تمرکز است. با پیدا کردن یک فضای آرام که در آن بتونید بدون وقفه کار کنید، مزاحمت‌های خارجی را به حداقل برسانید. اعلان‌ها را در دستگاه‌های خود خاموش کنید و با اطرافیان خود مرزهای مشخصی ایجاد کنید و به آنها اطلاع دهید که در حالت متمرکز هستید و نباید مزاحم شوید، مگر اینکه کاملاً ضروری باشد. یکی دیگر از تکنیک‌های قدرتمند برای غلبه بر حواس پرتی، تمرین تمرکز حواس است. با پرورش آگاهی از لحظه حال می توانید ذهن خود را طوری تربیت کنید که روی کار در حال انجام متمرکز بماند. ذهن آگاهی به شما امکان می دهد تشخیص دهید که چه زمانی توجه شما شروع به سرگردانی می کند و به آرامی اون را به لحظه حال بازگردانید. این تمرین نه تنها تمرکز را افزایش می دهد بلکه استرس را کاهش می دهد و بهزیستی کلی را بهبود می بخشد. علاوه بر این، اولویت بندی وظایف و مدیریت مؤثر زمان بسیار مهم است. کار خود را به تکه های کوچکتر و قابل مدیریت تقسیم کنید و برای هر کار بازه های زمانی خاصی را اختصاص دهید. این نه تنها به شما کمک می کند تا سازماندهی شده باشید، بلکه از سرگیجه جلوگیری می کند و احتمال پرت شدن توسط کارهای نامرتبط را کاهش می دهد. علاوه بر این، گنجاندن استراحت‌های منظم در روال کاری خود می‌تواند در واقع تمرکز شما را افزایش دهد. تحقیقات نشان داده است که استراحت‌های کوتاه هر ساعت یا بیشتر می‌تواند تمرکز را بهبود بخشد و از خستگی ذهنی جلوگیری کند. از این استراحت‌ها برای کش، هیدراته کردن یا شرکت در یک تمرین ذهن‌آگاهی سریع استفاده کنید تا ذهن خود را شارژ کنید و بهرهوری مطلوب را حفظ کنید. در نهایت، ایجاد یک حس قوی از هدف و تعیین اهداف روشن می تواند انگیزه قدرتمندی برای غلبه بر حواس پرتی ها ایجاد کند. وقتی چشمانداز روشنی از آنچه می خواهید به دست آورید داشته باشید، مقاومت در برابر وسوسه های حواس پرتی و متعهد ماندن به اهدافتان آسان تر می شود. در نتیجه، غلبه بر حواس پرتی یک مهارت اساسی است که می تواند به طور قابل توجهی بر بهره وری و موفقیت شما تأثیر بگذارد. قدرت تمرکز شما را با ابزارها و استراتژی‌های لازم برای تسلط بر توجه و استفاده از پتانسیل کامل ذهن خود مجهز می کند. با ایجاد یک محیط مساعد، تمرین تمرکز حواس، مدیریت مؤثر زمان، استراحت‌های منظم و متمرکز ماندن بر اهداف خود، قادر خواهید بود بر حواس پرتی‌ها غلبه کنید و دنیایی از امکانات بی حد و حصر را باز کنید. توسعه فوکوس لیزر مانند. در دنیای پرسرعت امروز،
عوامل حواس پرتی همه جا هستند و دائما برای جلب توجه ما رقابت می کنند. حفظ تمرکز و ماندن در مسیر اهداف و آرزوهایمان به طور فزاینده‌ای چالش برانگیز شده است. با این حال، تسلط بر هنر تمرکز می تواند بهره وری و موفقیت بی حد و حصر را باز کند. این فصل فرعی، توسعه تمرکز لیزر ماننده، عمیقاً به استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی می‌پردازد که به شما کمک می‌کنند قدرت تمرکز را مهار کنید و بر موانعی که مانع پیشرفت شما می‌شوند غلبه کنید. برای شروع سفر خود به سمت تمرکز لیزر ماننده، درک اهمیت حذف حواس پرتی ضروری است. در این فصل فرعی یاد خواهید گرفت که چگونه حواس پرتی‌های رایجی را که زندگی شما را آزار می‌دهند شناسایی کنید و راه‌های مؤثری برای از بین بردن یا به حداقل رساندن تأثیر آنها بیابید. چه رسانه‌های اجتماعی، اعلان‌های ایمیل یا یک فضای کاری به هم ریخته، نکات عملی در ایجاد محیطی مناسب برای تمرکز را کشف خواهید کرد. علاوه بر این فصل به اهمیت تعیین اهداف و اولویت‌های روشن می‌پردازد. بدون احساس جهت، به راحتی می‌توان در پیچ و خم وظایف گم شد و آنچه واقعاً مهم است را از دست داد. با تعیین اهداف خود و ایجاد یک نقشه راه، می‌توانید تمرکز خود را ساده کنید و انرژی خود را به سمت معنی دارترین وظایف هدایت کنید. شما تکنیک‌های اثبات شده‌ای مانند تقسیم کردن اهداف خود به مراحل قابل مدیریت، ایجاد فهرست کارهای انجام شده و اعمال محدودیت زمانی برای به حداکثر رساندن بهره وری را خواهید آموخت. علاوه بر این فصل فرعی به قدرت تمرکز و مراقبه در افزایش تمرکز می‌پردازد. با پرورش آگاهی از لحظه حال و آموزش ذهن خود برای متمرکز ماندن، می توانید تمرکز لیزر مانند را حتی در مواجهه با عوامل حواس پرتی بیرونی ایجاد کنید. شما با تمرینات مختلف تمرکز حواس و تمرین‌های مدیتیشن آشنا می‌شوید که از نظر علمی ثابت شده است که دامنه توجه و توانایی‌های شناختی را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، توسعه تمرکز لیزر مانند نقش نظم و انضباط و شکل‌گیری عادت را در حفظ تمرکز بررسی خواهد کرد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه نظم و انضباط خود را پرورش دهید و تشریفاتی را ایجاد کنید که تعهد شما به تمرکز را تقویت می‌کند. از طریق استراتژی‌های عملی مانند مدیریت زمان، تأمل در خود و مسئولیت پذیری، شما به ابزارهایی مجهز می‌شوید تا پایه‌های قوی برای تمرکز تزلزل‌ناپذیر بسازید. در پایان، توسعه فوکوس لیزر مانند یک فصل فرعی است که هدف آن تقویت دانش و تکنیک‌های لازم برای مهار قدرت تمرکز است. با حذف عوامل حواس پرتی، تعیین اهداف روشن، تمرین ذهن آگاهی و پرورش نظم، پتانسیل بی حد و حصر خود را برای بهره وری و موفقیت باز خواهید کرد. این فصل فرعی را در آغوش بگیرید و سفری متحول کننده به سوی یک زندگی متمرکزتر و کاملتر آغاز کنید. فصل 3، تسلط بر هنر تک کاره. افسانه چند وظیفه ای؟ در دنیای پرشتاب امروزی، چند وظیفه ای مترادف با بهره وری و کارایی شده است. ما به خود میبالیم که چندین کار را به طور همزمان انجام میدهیم و معتقدیم که این کار ما را قادرتر و موفقتر میکند. با این حال، واقعیت کاملا متفاوت است. افسانه چند وظیفه ای فقط همین است، یک افسانه. در واقع می تواند مانع بهره وری ما شود و شانس ما را برای دستیابی به موفقیت واقعی محدود کند. برخلاف تصور رایج، مغز ما برای انجام چندین کار در یک زمان سیم کشی نشده است. تحقیقات نشان داده است که وقتی سعی می کنیم چند کار را انجام دهیم، مغز ما در واقع به جای انجام همزمان وظایف به سرعت در حال جابجایی بین وظایف است. این سویچینگ ثابت باعث ایجاد پدیده‌ای به نام هزینه تعویض وظیفه می شود که در اون کارایی و دقت ما در هر کار به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در نتیجه کیفیت کار ما کاهش می یابد و در نهایت برای تکمیل کارها بیشتر از زمانی که روی آنها متمرکز شده بودیم زمان بیشتری می بریم. علاوه بر این، انجام چند کار منجر به عدم تمرکز و تمرکز می شود. هنگامی که ما دائما در حال جابجایی بین وظایف هستیم،
توجه ما پراکنده می شود و درگیر شدن عمیق با هر کار را دشوار می کند. این نه تنها بر کیفیت کار ما تأثیر می گذارد، بلکه ما را از قطور شدن کامل در کار در دستمان باز می دارد و مانع از توانایی ما برای استفاده از وضعیت‌های جریان و آزادسازی پتانسیل واقعیمان می شود. برای استفاده واقعی از قدرت تمرکز، ضروری است که افسانه چند وظیفه‌ای را از بین ببریم و به جای اون از تک تک وظیفه بودن استفاده کنیم. با تمرکز بر یک کار در یک زمان می توانیم توجه خود را به اون معطوف کنیم و به طور کامل با آن درگیر شویم. این به ما اجازه می دهد تا وارد یک حالت تمرکز عمیق شویم، جایی که ذهن ما به طور کامل در کار جذب می شود و عمل کرد و بهره وری ما به ارتفاعات جدیدی می رسد. قدرت تمرکز در توانایی آن برای افزایش توانایی های شناختی ما، بهبود مهارت های حل مسئله و تقویت خلاقیت ما نهفته است. وقتی به خودمان زمان و فضا می دهیم تا کاملا روی کار تمرکز کنیم، می توانیم از پتانسیل بی حد و حصر ذهن خود بهره ببریم و سطوح جدیدی از بهره وری و موفقیت را باز کنیم. بنابراین افسانه چند وظیفه‌ای را کنار بگذارید و قدرت تمرکز را در آغوش بگیرید. تلاش آگاهانه برای تمرکز روی یک کار در یک زمان، حذف حواس پرتی و ایجاد محیطی مناسب برای تمرکز عمیق انجام دهید. همانطور که این عادت را در خود پرورش می دهید، شاهد تأثیر تحول آفرین آن بر بهره وری و موفقیت خود خواهید بود. به یاد داشته باشید، تمرکز کلید بهره وری و موفقیت بی حد و حصر است. آن را در آغوش بگیرید و توانایی های خود را در مقابل چشمان خود مشاهده کنید. پذیرش تک تک وظایف. در دنیای پرسرعت امروز، انجام چند کار به یک امر عادی تبدیل شده است. ما به خود میبالیم که میتونیم چندین کار را به طور همزمان انجام دهیم و معتقدیم که این نشانه ای از کارایی و بهره وری است. با این حال، اگر به شما بگویم که کلید بهره وری و موفقیت بی حد و حصر در رویکرد مخالف نهفته است، چه؟ به دنیای تک تسکینگ خوش آمدید. قدرت تمرکز، اهمیت تمرکز بر کار را درک می کند. در این زیر فصل، مفهوم تک کار و اینکه چگونه می تواند بهره وری شما را متحول کند و در نهایت منجر به موفقیت در تمام زمینه های زندگی شود را بررسی خواهیم کرد. تک‌وظیفه شامل تمرکز کامل و انرژی خود به یک کار بدون هیچ مزاحمت یا وقفه‌ای است. با حذف جابجایی مداوم وظایف، مغز شما می‌تواند عمیقاً در وضعیتی از جریان فرورود، جایی که خلاقیت و توانایی‌های حل مسئله رشد می‌کند. تحقیقات نشان داده است که انسان‌ها برای انجام چند کار سیم‌کشی ندارند. مغز ما طوری طراحی شده است که یک کار را در یک زمان به طور مؤثر انجام دهد. وقتی سعی می‌کنیم چند کار انجام دهیم، توجه ما تقسیم می‌شود که منجر به کاهش عملکرد و افزایش سطح استرس می‌شود. با پذیرش تک تک وظایف، می‌توانید از این چرخه رها شوید و از پتانسیل واقعی خود بهره ببرید. برای پذیرش واقعی تک تک وظایف، ایجاد محیطی مناسب برای تمرکز ضروری است. این به معنای به حداقل رساندن حواس پرتی ها، مانند خاموش کردن اعلان ها در تلفن یا یافتن فضایی آرام برای کار است. علاوه بر این، تعیین اهداف و اولویت های واضح به شما کمک می کند در مسیر خود بمانید و از وسوسه تغییر وظایف خودداری کنید. در قدرت تمرکز، ما استراتژی ها و تکنیک های عملی را برای کمک به شما در تسلط بر هنر تک‌وظیفه ارائه می کنیم. از انسداد زمان گرفته تا تکنیک پومودورو، روش‌های مختلفی را برای افزایش تمرکز و بهره‌وری خود کشف خواهید کرد. پذیرش تک تک وظایف فراتر از حوزه کار است. این به همه جنبه‌های زندگی، از جمله روابط، سرگرمی‌ها و رشد شخصی گسترش می‌یابد. با توجه بی‌نظیر خود به هر حوزه، می‌توانید ارتباطات را عمیق‌تر کنید، در لحظه حال شادی پیدا کنید و به احساس رضایت برسید. بنابراین در این سفر در آغوش گرفتن تک تک وظایف با ما همراه باشید. قدرت تمرکز را باز کنید و بهره وری و موفقیت بی حد و حصری را که در انتظار شماست تجربه کنید. زمان آن فرا رسیده است که افسانه چند وظیفه‌ای را رها کنید و
و سادگی و اثر بخشی تمرکز روی یک کار در یک زمان را بپذیرید. تکنیک هایی برای موفقیت در تک تک وظایف. در دنیای پرسرعت امروز، انجام چند کار به یک امر عادی تبدیل شده است. ما چندین کار را انجام می دهیم، به اعلان های بیشماری پاسخ می دهیم و سعی می کنیم به یک باره از همه چیز آگاه باشیم. با این حال، تحقیقات نشون می دهد که انجام چند کار در واقع مانع بهره‌وری می شود و منجر به افزایش سطح استرس می شود. راه حل تک وظیفه ای تک کار کردن هنر تمرکز بر یک کار در یک زمان است و به آن توجه و انرژی کامل می دهد. این به شما امکان می دهد کارآمدتر کار کنید، نتایج با کیفیت بالاتری تولید کنید و حس موفقیت بیشتری را تجربه کنید. در این فصل فرعی تکنیک هایی را بررسی می کنیم که می توانند به شما در تسلط بر هنر تکوزیفه برای موفقیت کمک کنند. یک، اولویت بندی و برنامه ریزی. با شناسایی مهمترین کار یا هدف خود شروع کنید. آن را بر سایر وظایف کمتر مهم اولویت دهید. برای تخصیص زمان اختصاصی برای هر کار، برنامه یا برنامه ایجاد کنید و مطمئن شوید که زمان کافی برای تکمیل آنها بدون حواس پرتی دارید. دو، حواس پرتی ها را حذف کنید. حواس پرتی های بیرونی را در طول جلسات تک کارتان به حداقل برسانید. تلفن خود را در حالت بی صدا قرار دهید، برگه های غیر ضروری را در رایانه خود ببندید و فضایی آرام برای کار پیدا کنید. این به شما کمک می کند تا متمرکز بمانید و به طور کامل در کار درگیر باشید. 3. کار عمیق را تمرین کنید. کار عمیق حالتی از جریان است که در آن شما کاملا در یک کار اوته ور هستید، بدون حواس پرتی. زمان مشخصی را برای کار عمیق کنار بگذارید، جایی که بتانید بدون وقفه فقط روی کار خود تمرکز کنید. با دوره‌های زمانی کوتاه‌تر شروع کنید و به تدریج با ساخت ماهیچه‌های تمرکز آنها را افزایش دهید. 4. استفاده از زمان مسدود کردن. مسدود کردن زمان تکنیکی است در آن بلوک‌های زمانی خاصی را برای وظایف یا فعالیت‌های مختلف اختصاص می‌دهید. با اختصاص یک زمان ثابت برای هر کار، می توانید میل به انجام چند کار را از بین ببرید و در آن بازه‌های زمانی به تکوزیفه متعهد شوید. 5. استراحت کنید. در حین تمرکز روی یک کار، ضروری است که به طور منظم استراحت کنید تا ذهن خود را تازه کنید. از این استراحت‌ها برای کش، پیاده روی کوتاه یا انجام یک تمرین ذهن‌آگاهی سریع استفاده کنید. این فعالیت‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا تمرکز خود را برای مدت طولانی‌تری شارژ کرده و حفظ کنید. 6. ذهن آگاهی را تمرین کنید. ذهن آگاهی تمرین حضور کامل در لحظه است. با توجه به افکار، عواطف و احساسات بدنی خود، در طول جلسات تک وظیفه خود، ذهن آگاهی را پرورش دهید. هر زمانی که متوجه شدید ذهنتان سرگردان است، به آرامی آن را به محل کار برگردانید. با اجرای این تکنیک ها برای موفقیت در تک تک وظایف می توانید قدرت تمرکز را باز کنید و بهره وری بی حد و حصری را تجربه کنید. به یاد داشته باشید، برای ایجاد عادت تک کار کردن، زمان و تمرین لازم است، اما فواید آن ارزش تلاش را دارد. بنابراین هنر تکوزیفه را در آغوش بگیرید و بهرهوری و موفقیت خود را تماشا کنید که به ارتفاعات جدیدی میرسد. فصل 4. ایجاد یک عضله متمرکز قوی. آموزش مغز برای تمرکز. در دنیای پرسرعت امروزی که پر از حواس پرتی است، پرورش قدرت تمرکز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. چه دانش آموزی باشید که در تلاش برای تمرکز بر روی مطالعات خود هستید، چه حرفه‌ای که به دنبال افزایش بهره وری خود هستید، یا صرفاً فردی که می‌خواهد تمام پتانسیل ذهن خود را باز کند، این زیرفصل شما را در آموزش مغز خود برای تمرکز راهنمایی می‌کند. کتاب قدرت تمرکز کتابی است که هدف آن کمک به افراد برای مهار انرژی ذهنی و دستیابی به موفقیت بی‌حد و حصر است. این فصل به تکنیک ها و تمرین های عملی می پردازد که برای تقویت مهارت های تمرکز شما طراحی شدند
و شما را قادر می سازد، متمرکز بمانید و به اهداف خود برسید. یکی از راه‌های مؤثر برای آموزش مغز برای تمرکز، مدیتیشن ذهن آگاهی است. با تمرین تمرکز حواس، یاد می گیرید که افکار و احساسات خود را بدون قضاوت مشاهده کنید و به شما این امکان را می دهد که حواس پرتی را رها کنید و توجه خود را به لحظه حال برگردانید. نشان داده شده است که تمرین منظم مدیتیشن تمرکز حواس باعث افزایش دامنه توجه و بهبود عملکرد شناختی می شود. یکی دیگر از تکنیک های مورد بحث در این زیر فصل استفاده از تمرینات شناختی است. این تمرینات برای به چالش کشیدن مغز و بهبود توانایی شما برای تمرکز طراحی شدند. آنها ممکن است شامل کارهایی مانند حل پازل، بازی‌های حافظه یا درگیر شدن در فعالیت‌هایی باشند که نیاز به تمرکز پایدار دارند. با انجام مداوم این تمرین‌ها، می‌توانید مسیرهای عصبی مرتبط با تمرکز را تقویت کنید و تمرکز را برای مدت طولانی‌تری برای شما آسان‌تر می‌کند. علاوه بر این زیر فصل اهمیت ایجاد یک محیط بهینه برای تمرکز را بررسی می‌کند. نکاتی در مورد به حداقل رساندن حواس پرتی، سازماندهی فضای کاری شما و اجرای تکنیک های مدیریت زمان مؤثر ارائه می دهد. با ایجاد یک محیط مساعد، می توانید وقفه های غیر ضروری را از بین ببرید و توانایی مغز خود را برای تمرکز روی کار مورد نظر بهینه کنید. در نهایت، این زیر فصل بر اهمیت سبک زندگی سالم در بهبود تمرکز تاکید می کند. اهمیت ورزش منظم، رژیم غذایی متعادل و خواب کافی در افزایش توانایی‌های شناختی را برجسته می‌کند. با مراقبت از سلامت جسمانی خود، منابع لازم برای عملکرد بهینه را در اختیار مغز خود قرار می‌دهید که منجر به بهبود تمرکز و بهره‌وری می‌شود. در پایان، آموزش مغز برای تمرکز یک فصل فرعی است که استراتژی‌های عملی برای توسعه قدرت تمرکز ارائه می‌دهد. چه به دنبال پیشرفت تحصیلی، چه حرفه‌ای یا شخصی باشید، تکنیک‌ها و تمرین‌های مورد بحث در این فصل فرعی به شما این امکان را می‌دهد که پتانسیل کامل مغز خود را باز کنید و به موفقیت‌های نامحدودی دست یابید. تقویت تمرکز از طریق مدیتیشن. فصل فرعی تقویت تمرکز از طریق مدیتیشن. معرفی در دنیای پرشتاب امروزی که عوامل حواس پرتی فراوان هستند، پرورش تمرکز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. توانایی تمرکز ذهن خود بر روی یک کار یا هدف واحد برای دستیابی به موفقیت و بهره‌وری در تمام جنبه‌های زندگی بسیار مهم است. یکی از ابزارهای قدرتمندی که می‌تواند به ما در افزایش تمرکز کمک کند، مدیتیشن است. در این فصل فرعی بررسی خواهیم کرد که چگونه مدیتیشن میتواند توانایی ما را برای تمرکز و باز کردن پتانسیل بی حد و حصرمان تقویت کند. قدرت مدیتیشن. مدیتیشن یک تمرین باستانی است که برای قرنها برای آرام کردن ذهن و رسیدن به حالت تمرکز و آگاهی عمیق استفاده می شده است. مدیتیشن با آموزش ذهن خود برای حضور در حال حاضر و هدایت مجدد توجه خود به یک نقطه به ما اجازه می‌دهد تا عضلات تمرکز خود را توسعه و تقویت کنیم. این مانند یک باشگاه ذهنی است که در آن می‌توانیم ورزش کنیم و توانایی خود را برای تمرکز بیشتر افزایش دهیم. درک ذهن برای تقویت تمرکز، درک ماهیت ذهنمان حیاتی است. ذهن ما تمایل به سرگردانی دارد، از یک فکر به فکر دیگر می‌پرد و حفظ تمرکز را دشوار می‌کند. از طریق مدیتیشن، ما یاد می‌گیریم که این افکار را بدون قضاوت مشاهده کنیم و به آرامی توجه خود را به لحظه حال برگردانیم. این تمرین به ما کمک می‌کند تا در برابر عوامل حواس پرتی انعطاف پذیری داشته باشیم و ذهن خود را آموزش می‌دهد که متمرکز بماند. تکنیک‌های تقویت تمرکز، تکنیک‌های مدیتیشن مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها برای افزایش تمرکز استفاده کرد. یکی از روش‌های رایج مدیتیشن ذهن آگاهی است که در آن توجه خود را بر نفس یا یک احساس خاص متمرکز می‌کنیم. تکنیک دیگر تجسم است که در آن یک تصویر ذهنی ایجاد می‌کنیم و خود را در آن غوطه‌ور می‌کنیم.
هر دو روش به لنگر انداختن ذهن ما و جلوگیری از سرگردانی آن کمک می کند. فواید تقویت تمرکز، همانطور که تمرکز خود را از طریق مدیتیشن تقویت می کنیم، بسیاری از فواید را باز می کنیم. تمرکز بهبود یافته به ما این امکان را می دهد که وظایف را به نحو احسن انجام دهیم و منجر به افزایش بهره وری شود. همچنین توانایی ما در جذب اطلاعات و یادگیری مهارت‌های جدید را افزایش می‌دهد. علاوه بر این تمرکز بالا باعث شفافیت ذهن می‌شود و ما را قادر می‌سازد تصمیمات بهتری بگیریم و مشکلات را به طور مؤثر حل کنیم. گنجاندن مدیتیشن در زندگی روزمره برای بهره‌مندی از مزایای کامل مدیتیشن ضروری است که آن را به یک تمرین منظم تبدیل کنید. اختصاص یک زمان مشخص در هر روز برای مدیتیشن، حتی اگر فقط چند دقیقه باشد، میتواند تفاوت قابل توجهی ایجاد کند. علاوه بر این، ادغام ذهن آگاهی در فعالیت‌های روزمره، مانند خوردن یا پیاده‌روی، میتواند مهارت‌های تمرکز ما را بیشتر کند. نتیجه، در دنیایی پر از حواس پرتی، تقویت تمرکز کلید بهره‌وری و موفقیت بی‌حد و حصر است. از طریق تمرین مدیتیشن می توانیم ذهن خود را طوری تربیت کنیم که متمرکز و حاضر بماند. با درک ماهیت ذهن خود، به کارگیری تکنیک های مختلف و تبدیل کردن مدیتیشن به بخشی از برنامه روزانه خود، می توانیم پتانسیل واقعی خود را باز کنیم و به سطوح بی‌نظیری از تمرکز دست یابیم. بنابراین یک نفس عمیق بکشید، یک مکان آرام پیدا کنید و این سفر تحول آفرین تقویت تمرکز از طریق مدیتیشن را آغاز کنید. بهبود تمرکز با تمرینات شناختی. در دنیای پرسرعت امروز، حفظ تمرکز و تمرکز بیش از هر زمان دیگری چالش برانگیز شده است. با حواس پرتی های متعدد و تقاضای مداوم برای توجه، توسعه استراتژی هایی برای تقویت توانایی های شناختی مان بسیار مهم است. در این فصل، تمرین های شناختی مختلفی را بررسی می کنیم که می توانند به طور قابل توجهی تمرکز را بهبود بخشند و به شما این امکان را می دهند که کلید بهرهوری و موفقیت نامحدود را باز کنید. یک، مراقب ذهن آگاهی. این تمرین باستانی در سالهای اخیر به دلیل توانایی آن در افزایش تمرکز محبوبیت پیدا کرده است. با آموزش ذهن خود برای ماندن در لحظه حال، مدیتیشن تمرکز حواس به کاهش افکار سرگردان و افزایش وضوح ذهنی کلی کمک می کند. تمرین منظم می تواند منجر به تمرکز بیشتر و بهبود عملکرد شناختی شود. دو، بازی‌های فکری و پازل. درگیر شدن در فعالیت‌هایی که مغز را تحریک می‌کند، مانند پازل، جدول کلمات متقاطع و سودوکو، می‌تواند تأثیر عمیقی بر تمرکز داشته باشد. این بازی‌ها توانایی‌های شناختی شما را به چالش می‌کشند و مغز شما را مجبور به تمرکز و تفکر انتقادی می‌کنند. با گنجاندن این فعالیت‌ها در روال خود، می توانید به مرور زمان مهارت‌های تمرکز خود را تقویت کنید. 3. تکه تکه کردن وظایف. تقسیم وظایف پیچیده به تکه‌های کوچکتر و قابل کنترل‌تر به شما امکان می‌دهد تمرکز خود را حفظ کرده و از احساس غرق شدن جلوگیری کنید. با تمرکز بر یک کار در یک زمان می توانید منابع ذهنی خود را به طور مؤثرتری تخصیص دهید که منجر به بهبود تمرکز و سطح بالاتر بهره‌وری می شود. 4. تمرینات جلب توجه. این تمرینات به طور خاص برای افزایش دامنه توجه و تقویت توانایی شما برای تمرکز طراحی شدند. تکنیک هایی مانند تمرکز روی یک شی یا کلمه خاص برای مدت طولانی یا نادیده گرفتن عمدی عوامل حواس پرتی می تواند مغز شما را برای حفظ توجه برای مدت طولانی تر آموزش دهد. 5. ورزش بدنی. فعالیت بدنی منظم نه تنها برای سلامت جسمانی شما مفید است، بلکه تأثیر مثبتی بر توانایی های شناختی شما نیز دارد. ورزش جریان خون به مغز را افزایش می دهد و وضوح ذهنی و تمرکز را بهبود می بخشد. گنجاندن یک برنامه تمرینی در زندگی روزمره می تواند به طور قابل توجهی تمرکز و عملکرد شناختی شما را افزایش دهد. 6. سمزدایی دیجیتال.
در عصر دیجیتال امروزی، قرار گرفتن مداوم در معرض فناوری می تواند برای تمرکز مضر باشد. استراحت منظم از صفحه نمایش، به خصوص در طول جلسات کاری متمرکز، می تواند به شارژ مجدد مغز و بهبود سطح تمرکز کمک کند. اجرای دوره‌های تعیین شده بدون فناوری را در طول روز در نظر بگیرید تا به ذهنتان اجازه استراحت و تنظیم مجدد را بدهید. با گنجاندن این تمرینات شناختی در برنامه روزانه خود، می توانید توانایی خود را برای تمرکز و باز کردن پتانسیل کامل خود تقویت کنید. به یاد داشته باشید، تمرکز کلید بهره‌وری و موفقیت بی حد و حصر است. این تمرینات را در آغوش بگیرید و تماشا کنید که تمرکز شما بیشتر می شود، بهره‌وری شما افزایش می یابد و اهداف شما در دسترس هستند. فصل 5، ایجاد یک محیط بهینه برای تمرکز. از بین بردن حواس پرتی های بیرونی. در دنیای پر سرعت امروز، حفظ تمرکز و تمرکز بر روی وظایف در دست به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. بمباران مداوم اعلان‌ها، ایمیل‌ها و بهروزرسانی‌های رسانه‌های اجتماعی دامنه توجه ما را به کسری از آنچه قبلاً بود تبدیل کرده است. با این حال، اگر واقعاً می‌خواهید قدرت تمرکز را باز کنید و به بهره‌وری و موفقیت بی‌حد و حصر برسید، ضروری است که حواس پرتی‌های بیرونی را از زندگی خود حذف کنید. حواس پرتی‌های بیرونی اشکال مختلفی دارند و می‌توانند برای توانایی تمرکز شما مضر باشند. یکی از اولین گام‌ها برای از بین بردن این حواس پرتی، ایجاد یک محیط مناسب برای تمرکز است. این به این معنی است که فضای کاری خود را شلوغ کنید، مواد خود را سازماندهی کنید و اطمینان حاصل کنید که فضایی آرام و راحت برای کار دارید. با این کار، زمینه را برای کار متمرکز و بدون وقفه فراهم می کنید. یکی دیگر از منابع اصلی حواس پرتی خارجی فناوری است. در حالی که بدون شک ابزار قدرتمندی است، اما در هنگام تمرکز نیز می تواند مانع بزرگی باشد. برای مبارزه با این مهم است که با دستگاه‌های خود مرزبندی کنید. این می‌تواند شامل خاموش کردن اعلان‌ها، تنظیم زمان‌های خاص برای بررسی ایمیل‌ها یا رسانه‌های اجتماعی و حتی استفاده از برنامه‌ها یا افزونه‌های مرورگر باشد که وبسایت‌ها یا برنامه‌های خاصی را در طول دوره‌های کاری تعیین شده مسدود می‌کنند. با در دست گرفتن کنترل استفاده از فناوری، تمرکز خود را به دست می آورید و حواس پرتی را به حداقل می رسانید. علاوه بر فناوری، سایر عوامل حواس پرتی خارجی می تواند شامل سر و صدا، وقفه از سوی همکاران یا اعضای خانواده و حتی خود محیط فیزیکی باشد. برای رفع این حواس پرتی ها، استفاده از هدفون های کاهش دهنده نویز یا یافتن فضایی آرام برای کار را در نظر بگیرید. اگر وقفه ها یک اتفاق رایج است، نیاز خود را به زمان بدون وقفه با اطرافیانتان در میان بذارید و مرزهای مشخصی را تعیین کنید. با حذف حواس پرتی های بیرونی، محیطی ایجاد می کنید که تمرکز و تمرکز عمیق را تقویت می کند. این به شما این امکان را می دهد که با توجهی تزلزل ناپذیر وارد وظایف شوید که منجر به افزایش بهره وری و در نهایت موفقیت می شود. به یاد داشته باشید، تمرکز مهارتی است که می تواند در طول زمان توسعه یابد و تقویت شود. با تمرین و انضباط می توانید یاد بگیرید که حواس پرتی های دنیای مدرن را کنترل کنید و از قدرت بی حد و حصر تمرکز بهره ببرید. در پایان، با برداشتن گام های فعال برای از بین بردن حواس پرتی های بیرونی، خود را برای موفقیت در حوزه تمرکز آماده می کنید. ایجاد یک محیط مساعد، ایجاد مرزهایی با فناوری و پرداختن به سایر عوامل حواس پرتی خارجی، شما را قادر می‌سازد تا از پتانسیل کامل تمرکز خود استفاده کنید. بنابراین، مسئولیت محیط اطراف خود را بر عهده بگیرید، فضای کاری خود را شلوغ کنید و توجه خود را دوباره به دست آورید. با قدرت تمرکز در کنار شما، هیچ محدودیتی برای آنچه می‌توانید به دست آورید وجود ندارد. سازماندهی فضای فیزیکی. در دنیای دیجیتالی و پرشتاب امروزی،
به راحتی می توانیم تحت تأثیر بی‌نظمی و هرج و مرج اطرافمان قرار بگیریم. با این حال، اگر می خواهید از قدرت تمرکز بهره ببرید و بهره وری و موفقیت بی حد و حصر را باز کنید، ایجاد یک فضای فیزیکی سازمان یافته که از اهداف و آرزوهای شما پشتیبانی می کند، ضروری است. این فصل فرعی شما را از طریق فرایند بی‌نظمی، سازماندهی و بهینه‌سازی محیط اطراف خود برای افزایش توانایی شما در تمرکز و تمرکز راهنمایی می‌کند. اول و مهمتر از همه، بی‌نظمی کلید سازماندهی فضای فیزیکی شماست. با شناسایی مواردی که دیگر هدفی را دنبال نمی‌کنند یا برای شما شادی ایجاد نمی‌کنند، شروع کنید. هر چیزی که فضایی رو اشغال می کند رو رها کنید بدون اینکه به زندگی شما ارزش بیافزایید. این فرایند می تواند چالش برانگیز باشد، اما برای ایجاد محیطی مناسب برای تمرکز ضروری است. اهدا یا فروش اقلامی رو که هنوز در شرایط خوبی هستند در نظر بگیرید و هر چیزی که شکسته یا غیر قابل تعمیر است رو دور بیندازید. پس از شلوغی، وقت آن است که سیستمی برای سازماندهی وسایل خود ایجاد کنید. اقلام را بر اساس عملکرد، دفعات استفاده یا اهمیت شخصی دسته‌بندی کنید. روی راه حل‌های ذخیره‌سازی، مانند قفسه‌ها، سطل‌ها و کمد‌های بایگانی سرمایه‌گذاری کنید تا همه چیز را در محل تعیین شده خود نگه دارید. برچسب زدن ظروف و ایجاد موجودی، یافتن سریع و کارآمد آنچه را که نیاز دارید آسان تر می کند. علاوه بر سازماندهی فیزیکی، فضای کاری ایجاد کنید که تمرکز را ارتقا دهد و حواس پرتی را به حداقل برساند. یک منطقه اختصاصی برای کار یا مطالعه، عاری از به هم ریختگی و موارد نامرتبط ایجاد کنید. اطمینان حاصل کنید که میز شما تمیز و مرتب است و فقط وسایل ضروری در دسترس است. عناصری را در نظر بگیرید که به شما الهام می‌بخشد و انگیزه می‌دهد، مانند تابلوی دید، گیاهان یا آثار هنری معنادار. علاوه بر این، فضای فیزیکی خود را برای حمایت از تمرکز خود بهینه کنید. از روشنایی مناسب اطمینان حاصل کنید، زیرا نور طبیعی می‌تواند خلق و خو و بهره وری را افزایش دهد. مبلمان و تجهیزات را به صورت ارگونومیک بچینید تا راحتی و فشار فیزیکی را کاهش دهید. برای تقویت عملکرد شناختی، فضای خود را به خوبی تهویه کنید. با سازماندهی فضای فیزیکی خود، زمینه را برای بهبود تمرکز و افزایش بهره وری فراهم می کنید. یک محیط بدون درهم و برهمی به ذهن شما این امکان را می دهد که تنها بر روی کاری که در دست دارید تمرکز کند و حواس پرتی‌های غیر ضروری را از بین ببره. فضایی ایجاد کنید که از اهداف شما پشتیبانی کند، رفاه شما را افزایش دهد و قدرت تمرکز را پرورش دهد. به یاد داشته باشید، یک فضای فیزیکی تمیز و سازمان یافته پایه و اساس موفقیت و بهره وری بی حد و حصر است. تنظیم حالت برای تمرکز عمیق. در دنیای پرسرعتی که ما در آن زندگی می‌کنیم، یافتن لحظات تمرکز عمیق می تواند یک چالش باشد. با این حال، در این لحظات است که ما پتانسیل واقعی خود را باز می کنیم و به بهره وری و موفقیت بی حد و حصر می رسیم. برای استفاده از قدرت تمرکز، ایجاد محیطی که روحیه تمرکز عمیق را ایجاد کند، ضروری است. در این زیرفصل، تکنیک‌ها و استراتژی‌های مختلفی را بررسی می‌کنیم تا به شما در ایجاد یک محیط عالی برای تمرکز کمک کند. قبل از هر چیز، یافتن فضایی آرام و عاری از شلوغی بسیار مهم است که بتوانید تمام توجه خود را به کار در دست انجام دهید. حواس پرتی می‌تواند حتی متمرکزترین ذهن‌ها را از مسیر خارج کند، بنابراین مکانی را انتخاب کنید که بتونید وقفه‌ها را به حداقل برسانید. این می تواند یک دفتر خصوصی، یک منطقه مطالعه مشخص یا حتی یک گوشه دنج در خانه شما باشد. به یاد داشته باشید، هدف ایجاد محیطی است که تمرکز عمیق را تقویت کند. نورپردازی نقش حیاتی در تنظیم خلق و خی تمرکز دارد. نور طبیعی ایدئال است، زیرا هوشیاری را افزایش می دهد و فشار چشم را کاهش می دهد. اگر نور طبیعی به راحتی در دسترس نیست، نور ملایم و گرمی را انتخاب کنید که برای چشم راحت باشد.
لامپ‌های فلورسنت خشن می‌توانند حواس را پرت کرده و توانایی تمرکز شما را مختل کنند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم، فضای کلی فضا است. ترکیب عناصری که باعث آرامش و تمرکز می‌شوند را در نظر بگیرید. این می‌تواند شامل پخش موسیقی دستگاهی یا صداهای طبیعت در پس زمینه، استفاده از رایحه درمانی با رایحه‌هایی مانند استخودوس یا نعنا فلفلی باشد که آرامش و وضوح ذهنی را تقویت می‌کند، یا حتی داشتن یک گیاه کوچک در داخل خانه یا یک نقاشی آرامش بخش برای ایجاد یک محیط بصری دلپذیر. برای تقویت بیشتر تمرکز، ممکن است بخواهید یک روال قبل از انجام کار ایجاد کنید. این میتواند شامل چند دقیقه مدیتیشن یا تمرینات تنفس عمیق باشد تا ذهن شما را پاک کرده و تمرکز خود را متمرکز کند. علاوه بر این، ایجاد مراسمی مانند دم کردن یک فنجان چای گیاهی یا روشن کردن یک شمع معطر میتواند به مغز شما این سیگنال را بدهد که زمان ورود به یک حالت تمرکز شدید فرا رسیده است. در نهایت، ایجاد مرزها و انتقال نیاز خود به تمرکز به اطرافیانتان بسیار مهم است. به خانواده، دوستان یا همکاران خود اطلاع دهید که برای درگیر شدن کامل در وظایف خود به زمان بدون وقفه نیاز دارید. با تعیین مرزهای واضح، می توانید حواس پرتی را به حداقل برسانید و توانایی خود را برای تمرکز عمیق به حداکثر برسانید. به یاد داشته باشید، ایجاد روحیه برای تمرکز عمیق یک فرایند شخصی سازی شده است. تکنیک های مختلف را آزمایش کنید و بهترین را برای شما پیدا کنید. هنگامی که محیطی را ایجاد کردید که از تمرکز شما پشتیبانی می کند، قدرت واقعی تمرکز را باز خواهید کرد و بهره وری و موفقیت بالایی را در تمام زمینه های زندگی خود تجربه خواهید کرد. فصل ششم، غلبه بر موانع ذهنی. مقابله با اهمال کاری به تعویق انداختن کار دشمن مشترکی است که اغلب مانع دستیابی به اهداف و دستیابی به پتانسیل کامل ما می شود. این هنر به تعویق انداختن وظایف و به تعویق انداختن کارهای مهم به نفع لذت‌های فوری یا حواس پرتی است. در کتاب تمرکز، کلید بهره وری و موفقیت بی حد و حصر، ما با ارائه راهبردها و تکنیک‌هایی برای غلبه بر این عادت خود خرابکارانه به موضوع اهمال کاری می‌پردازیم. یکی از اولین گام‌ها در مواجهه با اهمال کاری، درک علل اصلی آن است. بسیاری اوقات از ترس از شکست یا کمال گرایی ناشی می‌شود. ترس از برآورده نشدن انتظارات یا اشتباه کردن می‌تواند منجر به اجتناب و تأخیر شود. با شناخت این ترس‌های اساسی، می‌توانیم شروع به مقابله و به چالش کشیدن آنها کنیم. یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی غلبه بر تعلل، ایجاد حس قوی انضباط شخصی است. این شامل تعیین اهداف و ضرب‌الاجل‌های مشخص برای خود و مسئول نگه داشتن خود در برابر آنهاست. با تقسیم کارها به مراحل کوچکتر و قابل مدیریت و ایجاد یک برنامه یا فهرست کارها، می توانیم ساختاری را ایجاد کنیم و کار خود را به طور مؤثر اولویت بندی کنیم. علاوه بر این، ایجاد محیطی که از بهره وری پشتیبانی می کند مهم است. این ممکن است شامل حذف عوامل حواس پرتی مانند رسانه‌های اجتماعی، خاموش کردن اعلان‌ها یا یافتن فضایی آرام برای کار باشد. با ایجاد یک محیط مساعد، می توانیم عوامل خارجی را که به تعویق انداختن کار کمک می کنند به حداقل برسانیم. علاوه بر این، پرورش یک ذهنیت مثبت و تغییر تمرکز از پیامدهای منفی به تعویق انداختن کار به نتایج مثبت انجام کارها به موقع بسیار مهم است. تجسم موفقیت و مزایای اقدام می تواند انگیزه های قدرتمندی باشد. علاوه بر این، اتخاذ استراتژی هایی برای غلبه بر تعلل مانند قانون 5 دقیقه یا تکنیک پومودورو می تواند مفید باشد. قانون 5 دقیقه شامل تعهد به کار روی یک کار فقط به مدت 5 دقیقه است که اغلب منجر به افزایش انگیزه و حرکت می شود. از سوی دیگر، تکنیک پومودورو شامل کار در فواصل 25 دقیقه متمرکز و بدون وقفه است و پس از آن یک استراحت کوتاه انجام می شود. این تکنیک ها به شکستن چرخه اهمال کاری کمک می کند و حس موفقیت را تقویت می کند.
در نهایت، مقابله با اهمال کاری نیازمند خودآگاهی، نظم و انضباط و تعهد به اقدام است. خوانندگان کتاب قدرت تمرکز با اجرای استراتژی‌های ذکر شده در تمرکز، کلید بهره‌وری و موفقیت بی‌محدود می‌توانند بر اهمال کاری غلبه کنند و پتانسیل کامل خود را برای موفقیت و بهره‌وری باز کنند. مدیریت استرس و اضطراب. در دنیای پرشتاب و سخت امروزی، استرس و اضطراب به همراهان رایج بسیاری از افراد تبدیل شده است. فشار مداوم برای برتری، رعایت ضرب العاجل‌ها و انجام مسئولیت‌های متعدد می‌تواند بر سلامت روانی و عاطفی ما تأثیر بگذارد. با این حال، با تسلط بر هنر تمرکز، می‌توانیم استرس و اضطراب را به طور مؤثر مدیریت کنیم و پتانسیل واقعی خود را برای بهره‌وری و موفقیت بی‌حد و حصر باز کنیم. اولین قدم در مدیریت استرس و اضطراب، درک علل اصلی آن است. استرس اغلب از احساس غرق شدن در حجم عظیم وظایف و مسئولیت‌هایی که با آنها روبرو هستیم ناشی می‌شود. از سوی دیگر، اضطراب از ترس از ناشناخته‌ها یا عدم کنترل بر شرایط ما ناشی می‌شود. با شناخت این محرک‌ها، می‌توانیم شروع به توسعه استراتژی‌هایی برای مبارزه با آنها کنیم. یکی از تکنیک‌های قدرتمند برای مدیریت استرس و اضطراب، گنجاندن تمرین‌های تمرکز حواس در روال روزانه‌مان است. ذهن آگاهی شامل توجه به لحظه حال بدون قضاوت و قوطه ور شدن کامل خود در کار است. با تمرکز بر زمان حال، می توانیم افکار طاقت فرسای گذشته یا آینده را که اغلب به استرس و اضطراب کمک می کنند، کاهش دهیم. یکی دیگر از رویکردهای مؤثر، ایجاد یک برنامه ساختارمند است که اجازه استراحت و استراحت را می دهد. با اولویت دادن به فعالیت‌های خود مراقبتی مانند ورزش، مدیتیشن یا سرگرمی‌های جذاب، می‌توانیم باتری‌های ذهنی و عاطفی خود را شارژ کرده و در برابر عوامل استرس‌زا انعطاف‌پذیری ایجاد کنیم. علاوه بر این، تعیین اهداف واقع‌بینانه و تقسیم آنها به وظایف قابل مدیریت به کاهش فشار کمک می‌کند و باعث ایجاد حس موفقیت می‌شود. همچنین پرورش یک ذهنیت مثبت و ایجاد مکانیسم‌های مقابله‌ای سالم ضروری است. جملات تأکیدی مثبت، تکنیک‌های تجسم و قالب بندی مجدد افکار منفی می‌توانند درک ما را از موقعیت‌های استرس‌زا تغییر دهند. ایجاد یک شبکه پشتیبانی از دوستان، خانواده یا مربیانی که چالش‌های ما را درک می‌کنند، می‌تواند راهنمایی و تشویق ارزشمندی را در زمان‌های سخت ارائه کند. علاوه بر این، مدیریت استرس و اضطراب مستلزم حفظ تعادل کار و زندگی سالم است. اختصاص زمان برای استراحت، تفریح و گذراندن زمان با کیفیت با عزیزان به ایجاد حس رضایت و کاهش فرسودگی کمک می کند. قطع ارتباط دورهایی از فناوری و درگیر شدن در فعالیت‌هایی که باعث شادی و آرامش می شود، می تواند به طور قابل توجهی به رفاه کلی ما کمک کند. با گنجاندن این استراتژی‌ها در زندگی خود، می‌توانیم به طور مؤثر استرس و اضطراب را مدیریت کنیم و در نهایت پتانسیل کامل خود را برای بهره‌وری و موفقیت باز کنیم. تمرکز به عنوان کلیدی برای عبور از چالش‌های زندگی مدرن عمل می‌کند و به ما امکان می‌دهد متمرکز، آرام و تحت کنترل بمانیم. پذیرش این تکنیک‌ها نه تنها توانایی ما را برای تمرکز افزایش می‌دهد، بلکه راه را برای یک زندگی رضایت بخشتر و متعادل تر هموار می کند. به یاد داشته باشید، مدیریت استرس و اضطراب به معنای از بین بردن کامل آنها نیست، بلکه یادگیری راه یابی و پیشرفت در میان حضور آنهاست. ایجاد تاب آوری در مواجهه با چالش ها. در دنیای پرشتاب و رقابتی امروز، چالش ها اجتناب ناپذیر هستند. چه به شکل شکست‌های شخصی، موانع حرفه‌ای یا چرخش‌های غیرمنتظره باشند، این نحوه برخورد ما با این چالش هاست که در نهایت موفقیت ما را تعیین می‌کنه. در کتاب تمرکز، کلید بهره‌وری و موفقیت بی‌حد و حصر، ما به بررسی مهارت حیاتی ایجاد انعطاف‌پذیری در مواجهه با این چالش ها می‌پردازیم.
تاباوری توانایی عقب نشینی از سختی ها و تمرکز و مصمم ماندن در تعقیب اهدافمان است. این خصوصیتی است که همه افراد موفق از آن برخوردارند و از طریق تمرین تمرکز می توان آن را پرورش داد. با تقویت توانایی خود برای تمرکز می توانیم استحکام ذهنی لازم برای غلبه بر هر مانعی را که بر سر راهمان قرار می گیرد توسعه دهیم. یکی از راه‌های کلیدی برای ایجاد تاب‌آوری، پرورش یک ذهنیت مثبت است. وقتی با چالش‌ها مواجه می‌شویم، به راحتی می‌توان در مارپیچ منفی شک به خود و شکست‌گرایی افتاد. با این حال، با آموزش ذهن خود برای تمرکز بر راه حل‌ها به جای تمرکز بر مشکلات، می‌توانیم دیدگاه مثبتی داشته باشیم و به چالش‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای رشد نگاه کنیم. یکی دیگر از جنبه‌های ضروری ایجاد تاب‌آوری، توسعه هوش هیجانی است. با درک و مدیریت مؤثر احساسات خود، می‌توانیم در موقعیت‌های دشوار با مهربانی و خونسردی عبور کنیم. این مهارت به ما این امکان را می‌دهد که تمرکز خود را حفظ کرده و راه حل‌هایی را حتی در سناریوهای پرفشار پیدا کنیم. علاوه بر این، ایجاد یک شبکه پشتیبانی برای تاب‌آوری بسیار مهم است. احاطه کردن خود با افراد همفکری که اهداف و ارزش‌های ما را به اشتراک می‌گذارند، می‌تواند تشویق و انگیزه لازم برای ادامه مسیر، حتی زمانی که با چالش‌ها مواجه می‌شویم، فراهم کند. این افراد می‌توانند به عنوان مربی، مشاور و منبع الهام عمل کنند و به ما کمک کنند تا قوی‌تر از همیشه به عقب برگردیم. در نهایت، مهم است که به یاد داشته باشید که تاب‌آوری یک شب ساخته نمی‌شود. این یک روند مستمر است که نیاز به صبر، پشتکار و تمرین دارد. خوانندگان کتاب قدرت تمرکز از طریق تکنیک‌ها و استراتژی‌هایی که در تمرکز کلید بهره‌وری و موفقیت نامحدود بیان شدند، به بینش‌های ارزشمند و ابزارهای عملی برای کمک به توسعه انعطاف‌پذیری و دستیابی به اهدافشان دست خواهند یافت. در نتیجه ایجاد انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌ها یک مهارت حیاتی برای هر کسی است که به دنبال موفقیت و تحقق است. با استفاده از قدرت تمرکز، پرورش ذهنیت مثبت، توسعه هوش هیجانی، ایجاد یک شبکه حمایتی قوی و پذیرش سفر رشد، افراد می توانند بر هر مانعی غلبه کنند و پتانسیل بی حد و حصر خود را باز کنند. فصل فرعی ایجاد انعطاف پذیری در مواجهه با چالش ها در تمرکز کلید بهره‌وری و موفقیت نامحدود راهنمایی و الهام بخشی را در اختیار خوانندگان کتاب قدرت تمرکز قرار می دهد تا در دنیایی همیشه در حال تغییر رشد کنند. فصل 7 مهار تمرکز برای بهره‌وری تمرکز و مدیریت زمان در دنیای پرشتاب امروزی توانایی تمرکز و مدیریت مؤثر زمان ما بیش از هر زمان دیگری حیاتی شده است. اگر بتوانیم از قدرت تمرکز استفاده کنیم، می توانیم بهره وری و موفقیت بی حد و حصر را در تمام جنبه‌های زندگی خود باز کنیم. این فصل به رابطه بین تمرکز و مدیریت زمان می پردازد و استراتژی‌ها و تکنیک‌های عملی را ارائه می دهد تا به شما در تقویت هر دو مهارت کمک کند. تمرکز سنگ بنای دستیابی به هر هدفی است. این توانایی تمرکز بر یک کار یا هدف خاص است، در حالی که مانع از حواس پرتی و افکار نامربوط می شود. وقتی تمرکز می کنیم، وارد یک حالت جریان می شیم که در اون بهره وری ما افزایش می یابد و می تونیم وظایف را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم. با این حال در دنیای مدرن ما که مملو از اعلان‌های مداوم، رسانه‌های اجتماعی و سایر عوامل حواس پرتی است، حفظ تمرکز به طور فزاینده‌ای چالش برانگیز شده است. از سوی دیگر، مدیریت زمان مهارت استفاده مؤثر از زمان برای دستیابی به اهداف و اولویت‌هایمان است. این شامل تعیین اهداف روشن، اولویت بندی وظایف و تخصیص زمان برای هر فعالیت است. بدون مدیریت زمان کارآمد ممکن است خودمان را غرق کنیم، دائما برای رسیدن به ضرب العجل عجله کنیم و احساس بی‌مالد بودن کنیم. رابطه بین تمرکز و مدیریت زمان همزیستی است. وقتی تمرکز خود را بهبود می‌دهیم، می‌توانیم کارآمدتر کار کنیم و وظایف را در زمان کمتری به پایان برسانیم.
به طور مشابه، مدیریت زمان مؤثر به ما اجازه می دهد تا دوره های اختصاصی برای کار متمرکز ایجاد کنیم. با ترکیب این دو مهارت می توان به بهره وری و موفقیت مطلوب دست یافت. برای افزایش تمرکز، ایجاد محیطی مناسب برای تمرکز ضروری است. به حداقل رساندن عوامل حواس پرتی، مانند خاموش کردن اعلانها و یافتن یک فضای آرام می تواند به حفظ تمرکز کمک کند. علاوه بر این تمرین تکنیک های تمرکز حواس و مراقبه می تواند توانایی ما را برای حضور و متمرکز ماندن تقویت کند. از نظر مدیریت زمان اتخاذ استراتژی هایی مانند تکنیک پومودورو که در آن کار به فواصل زمانی کوتاه با وقفه های کوتاه تقسیم می شود می تواند بهره وری را افزایش دهد. اولویت بندی وظایف بر اساس فوریت و اهمیت آنها نیز می تواند به تخصیص مؤثر زمان کمک کند. با تقویت مهارت‌های تمرکز و مدیریت زمان می توانید پتانسیل واقعی خود را باز کنید و به نتایج قابل توجهی در تمام زمینه‌های زندگی خود برسید. چه دانش آموزی باشید که به دنبال موفقیت تحصیلی هستید یا یک حرفه‌ای به دنبال پیشرفت شغلی، تسلط بر این مهارت‌ها ضروری است. بنابراین در فصل‌های زیر شیرجه بزنید تا نکات، تکنیک‌ها و تمرین‌هایی را کشف کنید که به شما قدرت می‌دهند تا از قدرت تمرکز استفاده کنید و زمان خود را کنترل کنید. آماده شوید تا کلید بهره وری و موفقیت بی حد و حصر را باز کنید. به حد اکثر رساندن کارایی با تمرکز. در دنیای پر سرعت امروز که حواس پرتی‌ها فراوان هستند و به نظر می رسد که دامنه توجه ما رو به کاهش است، قدرت تمرکز به یک مهارت با ارزش تبدیل شده است. چه دانشجو باشید، چه حرفه‌ای یا کارآفرین، توانایی تمرکز ذهن خود بر روی یک کار یا هدف واحد برای دستیابی به موفقیت و به حد اکثر رساندن کارایی بسیار مهم است. تمرکز مانند یک ماهیچه است. هرچه بیشتر آن را تمرین کنید، قوی تر می شود. با آموزش ذهن خود برای متمرکز ماندن، می توانید کارهای بیشتری را در زمان کمتر و با خطاهای کمتر انجام دهید. نکته کلیدی این است که بدانید چگونه تمرکز خود را به طور مؤثر مهار و هدایت کنید. یک استراتژی برای به حد اکثر رساندن کارایی با تمرکز، حذف عوامل حواس پرتی است. در عصر نوتیفیکیشن های مداوم، مقاومت در برابر وسوسه چک کردن تلفن یا مرور رسانه های اجتماعی می تواند چالش برانگیز باشد. با ایجاد محیطی بدون حواس پرتی، مانند خاموش کردن اعلان‌ها، بستن برگه‌های غیر ضروری در رایانه یا یافتن فضایی آرام برای کار، می‌توانید یک محیط ایده‌آل برای تمرکز ایجاد کنید. جنبه مهم دیگر تعیین اهداف روشن است. وقتی هدف خاصی در ذهن دارید، تمرکز شما به سمت دستیابی به آن معطوف می‌شود. وظایف بزرگتر را به مراحل کوچکتر و قابل مدیریت تقسیم کنید و بر اساس اهمیت آنها اولویت بندی کنید. این نه تنها به شما کمک می‌کند متمرکز بمانید، بلکه با علامت زدن هر کار تکمیل شده حس موفقیت را نیز به شما می‌دهد. علاوه بر این، مدیریت سطوح انرژی برای حفظ تمرکز حیاتی است. به طور منظم استراحت کنید تا ذهن خود را شارژ کنید و از خستگی ذهنی جلوگیری کنید. در فعالیت‌هایی شرکت کنید که به شما کمک می‌کند آرام شوید و تجدید قوا کنید، مانند پیاده‌روی، تمرین تمرکز حواس یا مدیتیشن. این تمرین‌ها توانایی شما را برای تمرکز و حفظ بهره‌وری در طول روز افزایش می‌دهد. علاوه بر این، استفاده از تکنیک‌هایی مانند مسدود کردن زمان و تکنیک پومودورو می‌تواند تمرکز شما را تا حد زیادی افزایش دهد. انسداد زمان شامل برنامه ریزی دورهای زمانی خاص برای کار متمرکز است، در حالی که تکنیک پومودورو کار در فواصل زمانی کوتاه را با وقفه های منظم در بین آنها ترویج می کند. این روش ها به شما کمک می کند تا ذهن خود را برای مدت زمان مشخصی متمرکز نگه دارید و بهره وری کلی خود را افزایش دهید. در نتیجه، تمرکز کلید باز کردن بهره وری و موفقیت بی حد و حصر در هر تلاشی است. با حذف عوامل حواس پرتی،
تعیین اهداف روشن، مدیریت سطوح انرژی و اجرای تکنیک‌هایی مانند مسدود کردن زمان و تکنیک پومودورو می توانید کارایی خود را به حداکثر برسانید و به نتایج قابل توجهی برسید. به یاد داشته باشید که تمرکز استعدادی نیست که برای افراد معدودی محفوظ است. این مهارتی است که با تمرین می توان آن را پرورش داد و تقویت کرد. قدرت تمرکز را در آغوش بگیرید و شاهد افزایش بهره وری خود به ارتفاعات جدید باشید. استفاده از تمرکز برای دستیابی به اهداف. در دنیای پرسرعت و پر از حواس پرتی امروز، اغلب احساس می‌کنیم که اهداف ما دائما از ما دور می‌شوند. ما ممکن است بهترین نیت‌ها و رویاها را داشته باشیم، اما بدون توانایی تمرکز و تمرکز بارها و بارها متوجه می‌شیم که کوتاه می‌آییم. با این حال، راه حلی برای این مشکل وجود دارد و آن در مهار قدرت تمرکز نهفته است. تمرکز فقط به این معنی نیست که عوامل بیرونی حواس پرتی را از بین ببرند. این در مورد هدایت انرژی ذهنی ما به سمت یک هدف یا وظیفه خاص است. این توانایی قوته ور شدن کامل خود در لحظه حال و جلوگیری از هر گونه فکر یا محرکی است که با آنچه می‌خواهیم به دست آوریم همسو نیست. وقتی بتوانیم به طور مؤثر تمرکز کنیم، به نیروهای غیرقابل توقف بهره وری و موفقیت تبدیل می‌شویم. کلید استفاده از تمرکز برای رسیدن به اهدافمان در درک ماهیت واقعی آن نهفته است. تمرکز منبع محدودی نیست که بتوانیم هر زمان که بخواهیم از آن استفاده کنیم، بلکه مهارتی است که میتوان آن را در طول زمان توسعه داد و تقویت کرد. با تمرینات تمرکز و گنجاندن تکنیک های تمرکز در زندگی روزمره، می توانیم به تدریج توانایی خود را برای تمرکز و هدایت انرژی خود به سمت اهدافمان افزایش دهیم. یکی از تکنیک های مؤثر برای افزایش تمرکز، مراقبه ذهن آگاهی است. با تمرین تمرکز حواس، ذهن خود را آموزش می دهیم تا از لحظه حال بیشتر آگاه شود و هر گونه حواس پرتی یا افکار مسابقه ای را رها کند. این به ما امکان می دهد حالت تمرکز و وضوح عمیق را پرورش دهیم و ما را قادر می سازد تا با تمرکز لیزری به اهداف خود بپردازیم. یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند برای استفاده از تمرکز، تعیین اهداف واضح و مشخص است. هنگامی که ما دید روشنی از آنچه می خواهیم به دست آوریم داشته باشیم، طبیعتاً ذهن ما متمرکزتر و مصممتر می شود. با تقسیم اهداف خود به وظایف کوچکتر و قابل مدیریت، می توانیم تمرکز خود را با دادن جهتی روشن به ذهن خود افزایش دهیم. علاوه بر این، ایجاد محیطی که از تمرکز پشتیبانی کند مهم است. این به معنای حذف عوامل حواس پرتی مانند سر و صدای بیش از حد، به هم ریختگی یا وقفه است. با ایجاد یک فضای اختصاصی برای کار متمرکز و ایجاد یک روال که حواس پرتی را به حداقل می‌رساند، می‌توانیم تمرکز خود را به حداکثر برسانیم و بهره‌وری خود را افزایش دهیم. در نتیجه، تمرکز کلید باز کردن قفل بهره‌وری و موفقیت بی حد و حصر است. با توسعه و به کارگیری قدرت تمرکز، می توانیم بر حواس پرتی ها غلبه کنیم و با سهولت و کارایی بیشتر به اهداف خود برسیم. خواه از طریق مدیتیشن ذهن آگاهی، تعیین اهداف روشن یا ایجاد یک محیط مساعد باشد، استفاده از تکنیک های تمرکز در زندگی ما بدون شک ما را به سمت موفقیتی که به دنبال آن هستیم سوق می دهد. بنابراین اجازه دهید قدرت تمرکز را در آغوش بگیریم و پتانسیل واقعی خود را باز کنیم. فصل 8، تمرکز در موفقیت شخصی و حرفه‌ای. تمرکز و ارتباط مؤثر. ارتباطات یک جنبه ضروری از زندگی روزمره ماست، چه از نظر شخصی و چه از نظر حرفه‌ای. نقشی اساسی در ایجاد روابط، انتقال ایده‌ها و دستیابی به موفقیت در هر تلاشی دارد. با این حال، توانایی برقراری ارتباط مؤثر می تواند به دلیل عدم تمرکز مانع شود. در این زیرفصل، تأثیر عمیقی را که تمرکز بر ارتباطات مؤثر می گذارد و اینکه چگونه استفاده از قدرت تمرکز می تواند قفل بهره‌وری و موفقیت نامحدود را باز کند را بررسی خواهیم کرد.
هنگامی که ما کاملا متمرکز هستیم، ذهن ما صرفاً روی کار در حال انجام متمرکز است و به ما امکان می دهد اطلاعات را با وضوح و درک بیشتری جذب کنیم. این سطح از تمرکز ما را قادر می سازد با دقت به صحبت‌های دیگران گوش دهیم و از نشانه‌ها و نکات ظریف در ارتباطات آنها استفاده کنیم. در نتیجه پاسخ‌های ما دقیق‌تر و معنادارتر می شوند و ارتباطات بهتری را تقویت می کنند و سطح عمیق‌تری از درک را تقویت می کنند. علاوه بر این تمرکز توانایی ما را برای بیان افکار و ایده هایمان افزایش می دهد. با ذهن روشن می توانیم افکار خود را به طور منسجم سازماندهی کنیم و با اطمینان و دقت خود را بیان کنیم. ارتباط مؤثر نه تنها مستلزم توانایی انتقال اطلاعات، بلکه به انجام این کار به گونه ای است که با مخاطب مورد نظر تنین انداز شود. تمرکز به ما این قدرت را می دهد که کلمات خود را با دقت انتخاب کنیم، پیام خود را متقاعد کننده منتقل کنیم و دیگران را در یک گفتگوی معنادار مشارکت دهیم. در حوزه موفقیت حرفه‌ای، ارتباط مؤثر اغلب یک عامل تعیین کننده است. خواه مذاکره با مشتریان، ارائه ایده به همکاران یا رهبری یک تیم باشد، توانایی برقراری ارتباط مؤثر بسیار مهم است. تمرکز نقشی حیاتی در این سناریوها ایفا می‌کند و به ما این امکان را می‌دهد که حضور داشته باشیم، فعالانه گوش کنیم و به درستی پاسخ دهیم. بدون تمرکز، ارتباطات ما پراکنده می‌شود و منجر به سوء تفاهم، فرصت‌هایی از دست رفته و کاهش نتایج می‌شود. برای استفاده از قدرت تمرکز برای برقراری ارتباط مؤثر، پرورش یک ذهنیت متمرکز ضروری است. این را می توان از طریق تمرینات ذهن آگاهی، مانند مدیتیشن و تمرینات تنفس عمیق که به آرامش ذهن و بهبود تمرکز کمک می کند، به دست آورد. علاوه بر این، از بین بردن عوامل حواس پرتی و ایجاد یک محیط مساعد می تواند به طور قابل توجهی توانایی ما را برای تمرکز و برقراری ارتباط مؤثر افزایش دهد. در نتیجه، تمرکز و ارتباط مؤثر جنبه‌های درهم تنیده‌ای هستند که به بهره وری و موفقیت بی‌حد و حصر کمک می‌کنند. با توسعه توانایی خود برای تمرکز، می‌توانیم مهارت‌های شنیداری خود را بهبود بخشیم، افکار خود را با وضوح بیان کنیم و با دیگران در سطح عمیق‌تری ارتباط برقرار کنیم. از طریق قدرت تمرکز، ما می توانیم پتانسیل کامل خود را باز کنیم و در همه زمینه‌های زندگی خود به موفقیت‌های بیشتری دست یابیم. تمرکز و تصمیم‌گیری. در دنیای پرسرعتی که در آن زندگی می‌کنیم، توانایی تمرکز و تصمیم‌گیری صحیح برای دستیابی به موفقیت در هر تلاشی بسیار مهم است. چه دانشجو باشید، چه حرفه‌ای یا کارآفرین، تسلط بر هنر تمرکز می‌تواند به میزان قابل توجهی بهره وری شما را افزایش دهد و شما را به سمت موفقیت بی‌حد و حصر سوق دهد. این فصل به رابطه بین تمرکز و تصمیم‌گیری می‌پردازد و نقش محوری تمرکز را در تصمیم‌گیری‌های مؤثر برجسته می‌کند. وقتی در مورد تمرکز صحبت می‌کنیم، به توانایی متمرکز کردن توجه خود بر روی یک کار یا هدف واحد در حالی که عوامل حواس پرتی را نادیده می‌گیریم، اشاره می‌کنیم. وقتی ذهن ما پراکنده و متمرکز نباشد، توانایی‌های تصمیم‌گیری ما آسیب می‌بیند. در عصر دیجیتال امروزی، ما با اعلان‌ها، ایمیل‌ها و بهروزرسانی‌های رسانه‌های اجتماعی دائمی بمباران می‌شویم که حفظ تمرکز را به طور فزاینده‌ای چالش برانگیز می‌کند. با این حال، با اتخاذ تکنیک‌ها و استراتژی‌های خاص، می‌توانیم توانایی خود را برای تمرکز و تصمیم‌گیری بهتر تقویت کنیم. قدرت تمرکز در توانایی آن برای از بین بردن به هم ریختگی ذهنی و شفافسازی فرایندهای فکری ما نهفته است. وقتی به طور کامل در یک کار غوطه ور می‌شویم، ذهن ما بیشتر با ریزه کاری‌ها و جزئیات هماهنگ می‌شود، به ما امکان می‌دهد تصمیمات آگاهانه بگیریم. از سوی دیگر، فقدان تمرکز منجر به تصمیم‌گیری عجولانه و تکانشی می‌شود که اغلب منجر به نتایج غیربهینه می‌شود. برای تقویت تمرکز و مهارت‌های تصمیم‌گیری، ایجاد محیطی مناسب برای تمرکز ضروری است. این ممکن است شامل حذف عوامل حواس‌پرتی، مانند خاموش کردن اعلان‌ها یا
یافتن فضایی آرام یا استفاده از تکنیک‌هایی مانند مسدود کردن زمان برای اختصاص دوره‌های خاص برای تمرکز باشد. علاوه بر این، تمرین تمرکز حواس و مدیتیشن می‌تواند به آموزش ذهن ما کمک کند تا در حال حاضر و متمرکز بماند و توانایی ما را برای تصمیم‌گیری عمدی و متفکرانه بهبود بخشد. جنبه دیگری که باید در نظر گرفت اهمیت اولویت بندی است. تمرکز زمانی مؤثرتر است که توجه خود را به سمت حیاتی ترین وظایف در دست انجام دهیم. با شناسایی اولویت‌ها و تعیین اهداف روشن، می‌توانیم منابع ذهنی خود را بر این اساس تخصیص دهیم و اطمینان حاصل کنیم که فرایند تصمیم‌گیری ما با اهدافمان همسو است. در نهایت، تمرکز و تصمیم‌گیری دست به دست هم می‌دهند و هر مهارت دیگری را تقویت می‌کند. با تقویت توانایی خود در تمرکز، توانایی‌های تصمیم‌گیری خود را افزایش می‌دهیم که منجر به نتایج بهتر و افزایش بهره‌وری می‌شود. در این فصل، تکنیک‌ها و استراتژی‌های مختلفی را برای بهبود تمرکز و تصمیم‌گیری بررسی می‌کنیم و شما را با ابزارهایی توانمند می‌سازیم تا پتانسیل‌های بی‌پایان خود را باز کنید و به موفقیتی بی‌نظیر در تمام زمینه‌های زندگی‌تان دست یابید. تمرکز و اوج عمل کرد. در دنیای پرسرعت امروز، توانایی تمرکز به یک مهارت کمیاب و ارزشمند تبدیل شده است. از آنجایی که عوامل حواس پرتی دائما برای جلب توجه ما رقابت می‌کنند، حفظ تمرکز به طور فزاینده‌ای چالش برانگیز شده است. با این حال، برای کسانی که در هنر تمرکز مهارت دارند، پاداش بی حد و حصر است. این زیرفصل به ارتباط بین تمرکز و اوج عملکرد می‌پردازد و بررسی می‌کند که چگونه استفاده از قدرت تمرکز می‌تواند بهره وری و موفقیت بی حد و حصر را باز کند. برای درک واقعی تأثیر تمرکز بر عملکرد اوج، ابتدا باید تشخیص دهیم که توانایی ما برای رسیدن به عظمت در ذهن ما نهفته است. تمرکز کلیدی است که پتانسیل کامل ما را باز می کند و به ما امکان می دهد تا از اعماق توانایی های خود بهره ببریم. چه در ورزش، چه در تحصیلات و چه در کسب و کار، کسانی که می توانند به طور مؤثر تمرکز کنند، به احتمال زیاد به اهداف خود می رسند و به نتایج خارق‌العاده‌ای دست می یابند. جامعه قدرت تمرکز تأثیر عمیقی که تمرکز می تواند بر زندگی آنها داشته باشد را درک می کند. آنها تشخیص می دهند که یک ذهن پراکنده منجر به نتایج متوسطی می شود، در حالی که یک ذهن متمرکز می تواند دستاوردهای خارق‌العاده ایجاد کند. اعضای این جامعه با تقویت مهارت‌های تمرکز خود این قدرت را دارند که زندگی خود را متحول کنند و رویاهای خود را آشکار کنند. یکی از بزرگترین مزایای تمرکز، توانایی ورود به حالت جریان است. جریان یک حالت ذهنی است که در آن افراد به طور کامل در کار خود غرق می شوند، زمان را از دست می دهند و بدون زحمت بهترین عملکرد خود را انجام می دهند. این حالت از تمرکز بالا به افراد اجازه می دهد تا به ضمیر ناخودآگاه خود ضربه بزنند، پتانسیل های پنهان را باز کنند و به سطحی از عملکرد که قبلا تصور می شد دست نیافتنی است دسترسی پیدا کنند. توجه به این نکته مهم است که تمرکز یک ویژگی نیست که فرد با آن متولد شود. این مهارتی است که با تمرین می توان آن را توسعه و تقویت کرد. با ترکیب تکنیک‌ها و استراتژی‌های خاص مانند تمرینات تمرکز حواس و به حداقل رساندن حواس پرتی، افراد می توانند توانایی خود را برای تمرکز و بهبود عملکرد کلی خود افزایش دهند. در نتیجه، تمرکز کلید باز کردن قفل بهره‌وری و موفقیت بی حد و حصر است. برای جامعه قدرت تمرکز، ارتباط بین تمرکز و اوج عملکرد غیرقابل انکار است. با استفاده از قدرت تمرکز، افراد می توانند به حالتی از جریان دست یابند، از ضمیر ناخودآگاه خود بهره ببرند و پتانسیل کامل خود را آزاد کنند. با فداکاری و تمرین، هر کسی می تواند توانایی تمرکز مؤثر را توسعه دهد که منجر به دستاوردهای استثنایی در همه زمینه‌های زندگی شود. فصل 9، پرورش تمرکز برای موفقیت بلند مدت. ایجاد یک تمرین تمرکز پایدار.
در دنیای پرسرعت امروزی که پر از حواس‌پرتی‌های مداوم است، حفظ تمرکز و تمرکز بیش از هر زمان دیگری چالش برانگیز شده است. با این حال، مهم است که از آن کنیم که تمرکز کلید دستیابی به بهره‌وری و موفقیت بی حد و حصر است. برای باز کردن این پتانسیل، مهم است که یک تمرین تمرکز پایدار ایجاد کنید که به شما امکان می‌دهد قدرت ذهن خود را مهار کنید و آن را به سمت اهداف خود هدایت کنید. اولین قدم در ایجاد یک تمرین تمرکز پایدار، ایجاد یک محیط بهینه برای تمرکز است. این شامل به حداقل رساندن حواس پرتی‌های خارجی مانند سر و صدا، درهم و برهمی و وقفه است. فضایی آرام پیدا کنید که بتوانید بدون وقفه در آن کار کنید، محیط اطراف خود را سازماندهی کنید و اعلانها را در دستگاه‌های خود خاموش کنید. با ایجاد یک محیط مساعد، زمینه را برای افزایش تمرکز فراهم می‌کنید. در مرحله بعد، ایجاد یک روالی که از اهداف تمرکز شما پشتیبانی می‌کند، ضروری است. زمان‌های خاصی را در طول روز که صرفاً به کار متمرکز اختصاص داده شده است، تعیین کنید. این می‌تواند در اوایل صبح زمانی که ذهن شما سرحال است یا در زمانی که به طور معمول اوج سطح انرژی را تجربه می‌کنید، باشد. ثبات در اینجا کلیدی است. با تمرین مداوم تمرکز در زمان مشخص هر روز، مغز خود را آموزش می‌دهید تا راحت‌تر وارد یک حالت متمرکز شود. برای تقویت بیشتر تمرکز خود، تکنیک‌های تمرکز حواس را در تمرین خود بگنجانید. ذهن آگاهی شامل حضور کامل در لحظه، بدون قضاوت یا حواس پرتی است. با انجام تمرینات ذهن آگاهی مانند تنفس عمیق، مدیتیشن یا اسکن بدن، توانایی خود را برای متمرکز ماندن و متمرکز ماندن تقویت می‌کنید. یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی ایجاد یک تمرین تمرکز پایدار، مراقبت از سلامت جسمی و روانی است. مطمئن شوید که خواب کافی دارید، به طور منظم ورزش می‌کنید و بدن خود را با یک رژیم غذایی سالم تغذیه می‌کنید. این عوامل سبک زندگی تأثیر مستقیمی بر توانایی شما برای تمرکز مؤثر دارند. به علاوه فعالیت‌هایی را بگنجانید که شفافیت ذهنی و آرامش را افزایش می‌دهند، مانند روزنامه‌نگاری، گذراندن وقت در طبیعت یا مشغول شدن به سرگرمی‌هایی که باعث شادی شما می‌شوند. در نهایت به یاد داشته باشید که اهداف واقع‌بینانه تعیین کنید و آنها را به وظایف قابل مدیریت تقسیم کنید. با تقسیم کار خود به تکه‌های کوچکتر و قابل دستیابی، از کار بیش از حد می‌کاهد و توانایی خود را برای تمرکز روی هر کار فردی افزایش می‌دهید. پیشرفت خود را در طول مسیر جشن بگیرید، زیرا این تقویت مثبت به شما انگیزه می‌دهد تا به تقویت مهارت‌های تمرکز خود ادامه دهید. در نتیجه ایجاد یک تمرین تمرکز پایدار مستلزم ایجاد یک محیط بهینه، توسعه یک روال، ترکیب تکنیک‌های تمرکز حواس، اولویت بندی بهزیستی جسمی و روانی و تعیین اهداف واقع‌بینانه است. با اجرای این استراتژی‌ها می‌توانید پتانسیل کامل تمرکز خود را باز کنید و منجر به افزایش بهره‌وری و موفقیت در تمام زمینه‌های زندگی خود شوید. قدرت تمرکز را در آغوش بگیرید و شاهد آشکار شدن پتانسیل بی‌حد و حصر خود باشید. حفظ تمرکز در عصر دیجیتال. در دنیای پرشتاب و تکنولوژی محور امروزی، حفظ تمرکز به یک کار چالش برانگیز تبدیل شده است. با بمباران مداوم اعلان‌ها، ایمیل‌ها، بهروزرسانی‌های رسانه‌های اجتماعی و مجموعه بی‌پایانی از حواس‌پرتی، تنها با یک کلیک، تمرکز روی یک کار برای مدت طولانی تقریباً غیر ممکن است. با این حال، در کتاب تمرکز کلید بهره‌وری و موفقیت بی‌حد و حصر، به استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی می‌پردازیم که می‌توانند به شما کمک کنند تا تمرکز خود را بازیابی کنید و در عصر دیجیتال پیشرفت کنید. یکی از اولین گام‌ها برای حفظ تمرکز، شناخت اثرات مضر انجام چند کار است. در حالی که ممکن است انجام همزمان چندین کار کارآمد به نظر برسد، مطالعات نشان دادند که مغز ما برای رسیدگی به چنین توجه تقسیم شده طراحی نشده است.
در اوز، ما باید قدرت تک تک کار را بپذیریم. با تمرکز بر یک کار در یک زمان و وقف تمام توجه خود به آن، می توانیم به سطح بالاتری از بهره وری و کیفیت در کار خود دست یابیم. علاوه بر این، مدیریت محیط دیجیتال ما برای حفظ تمرکز بسیار مهم است. این کتاب بر اهمیت تعیین مرزها و ایجاد یک فضای کاری بدون حواس پرتی تاکید می کند. با خاموش کردن اعلانها، بستن برگه‌ها یا برنامه‌های غیر ضروری و استفاده از ابزارهای بهرهوری که وبسایت‌های مزاحم را در طول دوره‌های کاری تعیین شده مسدود می‌کنند، می‌توان به این امر دست یافت. با در دست گرفتن کنترل محیط دیجیتال خود، می‌توانیم وقفه‌های احتمالی را حذف کنیم و فضایی مناسب برای تمرکز عمیق ایجاد کنیم. یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی که در تمرکز کلید بهره وری و موفقیت بی حد و حصر به آن پرداخته شده است، اهمیت ذهن آگاهی و انعطاف پذیری ذهنی است. عصر دیجیتال باعث افزایش بیش از حد اطلاعات شده است که منجر به خستگی ذهنی و کاهش تمرکز شده است. برای مبارزه با این موضوع، این کتاب تمرین‌ها و تکنیک‌های مختلف ذهن‌آگاهی را معرفی می‌کند که می‌تواند به تقویت تمرکز و افزایش توانایی ما برای حفظ توجه برای دوره‌های طولانی کمک کند. با تمرین منظم ذهن آگاهی، می‌توانیم ذهن خود را آموزش دهیم که در میان حواس‌پرتی‌های دیجیتالی که ما را احاطه کرده، حاضر و انعطاف‌پذیر باقی بماند. در نهایت، این کتاب بر اهمیت استراحت و گنجاندن تمرینات بدنی در روال روزانه ما تاکید می کند. مطالعات نشان دادند که فعالیت بدنی منظم باعث بهبود عملکرد شناختی و تمرکز می شود. با برنامه ریزی استراحت‌های کوتاه در طول روز و درگیر شدن در فعالیت‌هایی مانند کش، پیاده روی یا مدیتیشن، می توانیم ذهن خود را شارژ کرده و سطح بهینه تمرکز را حفظ کنیم. در پایان، تمرکز، کلید بهره وری و موفقیت بی حد و حصر بینش‌های ارزشمند و استراتژی‌های عملی را برای حفظ تمرکز در عصر دیجیتال ارائه می‌دهد. با اجرای این تکنیک‌ها، می‌توانید کنترل تمرکز خود را دوباره به دست آورید، بهرهوری را افزایش دهید و در دورانی که با حواس‌پرتی‌های دیجیتالی ثابت تعریف شده است، به موفقیت برسید. قدرت تمرکز را در آغوش بگیرید و پتانسیل نامحدود خود را باز کنید. پرورش تمرکز به عنوان یک مهارت مادام الامر. در دنیای پرسرعت امروز، توانایی تمرکز به یک مهارت ارزشمند تبدیل شده است. از آنجایی که عوامل حواس پرتی دائما برای جلب توجه ما رقابت می کنند، پرورش تمرکز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. در این فصل اهمیت تمرکز را به عنوان یک مهارت مادام الامر و اینکه چگونه میتواند بهره وری و موفقیت بی حد و حصر را باز کند بررسی خواهیم کرد. قدرت تمرکز چالش هایی را که افراد در حفظ تمرکز و استفاده از پتانسیل کامل خود با آن روبرو هستند را درک میکند. چه دانشجو باشید، چه حرفه یا کارآفرین، تمرکز کلیدی است که درهای موفقیت را باز میکند. با توسعه این مهارت می توانید بهره وری خود را افزایش دهید، توانایی های تصمیم گیری خود را بهبود بخشید و با کارایی بیشتر به اهداف خود برسید. مانند هر مهارت دیگری، پرورش تمرکز نیاز به تمرین و فداکاری دارد. این فصل به استراتژی ها و تکنیک های عملی می پردازد که به شما کمک می کند عضلات تمرکز خود را تقویت کنید. از تمرین‌های تمرکز حواس گرفته تا تکنیک‌های مدیریت زمان یاد می‌گیرید که چگونه عوامل حواس‌پرتی را از بین ببرید و یک محیط بهینه برای تمرکز عمیق ایجاد کنید. قدرت تمرکز تشخیص می‌دهد که همه سبک‌ها و ترجیحات یادگیری متفاوتی دارند. بنابراین، فصل فرعی رویکردهای متنوعی را متناسب با نیازهای فردی ارائه می‌دهد. خواه مدیتیشن هدایت شده، کمک‌های بصری یا تمرینات تعاملی را ترجیح می‌دهید، روشی را خواهید یافت که با شما تنین انداز می‌شود. علاوه بر این فصل فرعی بر اهمیت تبدیل تمرکز به یک عادت مادام الامر تاکید خواهد کرد. فواید گنجاندن تمرینات تمرکز در برنامه روزانه شما را بررسی می‌کند
و تأثیر بلند مدت آنها را بر رشد شخصی و حرفه‌ای شما برجسته می‌کند. با تمرین مداوم تکنیک‌های تمرکز می‌توانید تمرکز خود را تقویت کنید، دامنه توجه خود را گسترش دهید و به حالتی از جریان در کار خود برسید. قدرت تمرکز می‌داند که حواس پرتی اجتناب ناپذیر است. اما این توانایی ما در مدیریت آنهاست که ما را متمایز می‌کند. این فصل فرعی شما را به ابزارها و استراتژی‌هایی مجهز می‌کند تا به طور مؤثر در حواس پرتی‌های دنیای مدرن پیمایش کنید. از مدیریت حواس پرتی‌های دیجیتال تا پرورش ذهنیت متمرکز یاد می‌گیرید که چگونه بر موانع غلبه کنید و تمرکز تزلزل ناپذیر را حفظ کنید. در نتیجه پرورش تمرکز به عنوان یک مهارت مادام الامر برای دستیابی به بهره وری و موفقیت بی حد و حصر ضروری است. قدرت تمرکز اهمیت این مهارت را می شناسد و هدف آن توانمندسازی افراد با ابزارها و تکنیک‌های لازم برای توسعه و حفظ تمرکز است. با گنجاندن تمرینات تمرکز در برنامه روزانه خود می توانید بر حواس پرتی ها غلبه کنید، بهره وری را افزایش دهید و پتانسیل واقعی خود را باز کنید. سفر خود را به سمت تسلط بر تمرکز از امروز آغاز کنید و شاهد قدرت تغییر دهنده آن در هر جنبه از زندگی خود باشید. فصل 10: مسیری به سوی بهره وری و موفقیت بی حد و حصر. به کارگیری تمرکز در حوزه‌های مختلف زندگی. در دنیای پرسرعت امروز، جایی که حواس پرتی ها فراوانند و توجه ما دائما به جهات مختلف کشیده می شود، توانایی تمرکز بیش از هر زمان دیگری ارزشمند شده است. چه دانش آموز، یک حرفه‌ای، یک ورزشکار یا هر کسی که برای موفقیت و بهره وری تلاش می کند، تسلط بر قدرت تمرکز ضروری است. در این فصل فرعی بررسی خواهیم کرد که چگونه میتوان تمرکز را در زمینه‌های مختلف زندگی به کار برد تا پتانسیل بی حد و حصر شما را باز کنه. 1. تعالی تحصیلی، تمرکز کلید یادگیری مؤثر و موفقیت تحصیلی است. با تمرکز ذهن خود بر روی کار در دست انجام، میتوانید اطلاعات را به طور مؤثرتری جذب کنید، دانش را برای دوره‌های طولانی‌تری حفظ کنید و در امتحانات عملکرد بهتری داشته باشید. ما به تکنیک‌های تمرکز ثابت مانند تکنیک پومودورو، مراقبه ذهن آگاهی و ایجاد یک محیط مطالعه بدون حواس پرتی خواهیم پرداخت. 2. رشد حرفه‌ای. در حوزه حرفه‌ای، تمرکز برای دستیابی به اهداف، افزایش بهره وری و تصمیم‌گیری صحیح حیاتی است. ما در مورد چگونگی حذف حواس پرتی‌های محل کار، اولویت بندی کارها به طور مؤثر و پرورش ذهنیت متمرکز برای برتری در حرفه خود بحث خواهیم کرد. 3. ورزش و دو و میدانی ورزشکاران نقش حیاتی تمرکز در دستیابی به اوج عملکرد را درک می کنند. چه یک ورزشکار حرفه‌ای یا یک جنگجوی آخر هفته باشید، استفاده از قدرت تمرکز می تواند منجر به بهبود تمرکز، استقامت بالا و عملکرد کلی بهتر شود. ما تکنیک‌هایی مانند تجسم، تمرین ذهنی و ذهن آگاهی را برای افزایش توانایی‌های ورزشی شما بررسی خواهیم کرد. 4. روابط شخصی، تمرکز به فعالیت‌های علمی یا حرفه‌ای محدود نمی‌شود. در روابط شخصی ما به همان اندازه مهم است. با حضور کامل در تعاملات خود و گوش دادن فعالانه، می‌توانیم ارتباطات خود را عمیق‌تر کنیم، روابط معنادار را تقویت کنیم و مهارت‌های ارتباطی خود را بهبود ببخشیم. 5. تلاش‌های خلاقانه، تمرکز دروازه‌ای برای باز کردن قفل خلاقیت و نوآوری است. ما در مورد چگونگی ورود به یک وضعیت جریان بحث خواهیم کرد، جایی که ایده‌ها بدون زحمت جریان می‌یابند و بهره وری افزایش می‌یابد. با استفاده از تکنیک‌های تمرکز مانند کار عمیق و تکوزیفه، می توانید از پتانسیل خلاقانه خود بهره ببرید و کارهای استثنایی تولید کنید. 6. بهزیستی ذهنی و عاطفی، تمرکز فقط در مورد دستاوردهای بیرونی نیست. همچنین نقش حیاتی در بهزیستی ذهنی و عاطفی ما دارد. ما شیوه های تمرکز حواس را بررسی خواهیم کرد که آرامش درونی را تقویت می کنند، استرس را کاهش می دهند و
خودآگاهی را افزایش می دهند. با توسعه توانایی تمرکز بر لحظه حال، می توانید ذهنی آرام و متمرکز را پرورش دهید. در این فصل، ما به کاربرد عملی تمرکز در حوزه‌های مختلف زندگی خواهیم پرداخت و استراتژی‌های عملی برای مهار قدرت آن و آزادسازی پتانسیل بی‌حد و مرز خود در اختیار شما قرار می‌دهیم. خواه به دنبال تعالی تحصیلی، رشد حرفه‌ای، بهبود عملکرد ورزشی، روابط عمیق‌تر، خلاقیت بیشتر یا بهزیستی ذهنی و عاطفی بهتر باشید، قدرت تمرکز می تواند چراغ راهنمای شما در مسیر موفقیت و تحقق باشد. پذیرش ذهنیت رشد برای بهبود مستمر. در تلاش برای بهره وری و موفقیت بی حد و حصر، یکی از قدرتمندترین ابزارهایی که در اختیار ماست، طرز فکر رشد است. مفهوم ذهنیت رشد که توسط روانشناس کارول دوک رایج شده است، به این باور اشاره دارد که توانایی‌ها و هوش ما را می‌توان از طریق فداکاری، تلاش و یادگیری توسعه داد. قدرت تمرکز اهمیت اتخاذ یک طرز فکر رشد را برای باز کردن پتانسیل کامل ما درک می‌کند. با پذیرش این طرز فکر می‌توانیم از مزایای بهبود مستمر در تمام زمینه‌های زندگی خود بهره‌مند شویم. وقتی ذهنیت رشد داریم، به چالش‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای رشد نگاه می‌کنیم تا موانعی که باید از آنها اجتناب کنیم. به جای اینکه از شکست‌ها یا شکست‌ها دلسرد شویم، آنها را به عنوان تجربیات یادگیری ارزشمند می‌بینیم. این طرز فکر ما را به استقامت و توسعه تاب‌آوری سوق می‌دهد، زیرا می‌دانیم که تلاش و فداکاری ما در نهایت منجر به پیشرفت خواهد شد. به عنوان خوانندگان قدرت تمرکز، اهمیت تمرکز و حفظ چشمانداز روشن از اهداف خود را درک می‌کنیم. طرز فکر رشد با تشویق ما به جستجوی مستمر دانش، مهارت‌ها و استراتژی‌های جدید برای ارتقای توانایی‌هایمان این را تکمیل می‌کند. با اتخاذ یک طرز فکر رشد، ما به طور فعال به دنبال چالش‌هایی هستیم که ما را از مناطق آسایش خود خارج می‌کند، زیرا می‌دانیم که این تجربیات برای رشد شخصی و حرفه‌ای ضروری هستند. علاوه بر این طرز فکر رشد، عشق به یادگیری و این باور را افزایش می‌دهد که هوش و توانایی‌های ما ثابت نیستند. این طرز فکر به ما این امکان را می‌دهد که بازخورد و انتقاد را به عنوان ابزاری ارزشمند برای بهبود بپذیریم. ما می‌دانیم که بازخورد سازنده بینش‌های ارزشمندی رو در اختیار ما قرار می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا زمینه‌هایی رو شناسایی کنیم که می‌توانیم مهارت‌ها و دانش خود را اصلاح کنیم. قدرت تمرکز تشخیص می‌دهد که طرز فکر رشد چیزی نیست که بتوان یک شبه به دست آورد. این نیاز به تغییر در الگوهای فکری ما و تعهد به بهبود مستمر خود دارد. با این حال، با پرورش ذهنیت رشد، می توانیم پتانسیل واقعی خود را باز کنیم و به بهره وری و موفقیت بی حد و حصر برسیم. در نتیجه، پذیرش ذهنیت رشد برای بهبود مستمر جنبه اساسی دستیابی به موفقیت و بهره وری است. به عنوان خوانندگان قدرت تمرکز، می دانیم که این طرز فکر به ما اجازه می دهد تا چالش ها را به عنوان فرصت ببینیم، به دنبال دانش جدید باشیم و از بازخورد استقبال کنیم. با اتخاذ یک طرز فکر رشد، می توانیم پتانسیل کامل خود را باز کنیم و به طور مستمر برای بهبود در تمام زمینه‌های زندگی خود تلاش کنیم. داشتن یک زندگی کامل و موفق از طریق تمرکز. در دنیای پرشتاب و سخت امروزی، توانایی تمرکز به یک مهارت گرانبها تبدیل شده است. اگر تا به حال این ناامیدی را تجربه کرده اید که به راحتی حواس شما پرت می شود یا در تلاش برای متمرکز ماندن هستید، می دونید که مهار قدرت تمرکز چقدر ارزشمند است. در این فصل فرعی بررسی خواهیم کرد که چگونه تمرکز می تواند بهره وری و موفقیت بی حد و حصر را باز کنه و به شما امکان می دهد زندگی کامل و معناداری داشته باشید. تمرکز فقط تمرکز روی یک کار واحد نیست. این حالت ذهنی است که شما را قادر می‌سازد انرژی و توجه خود را به سمت چیزهایی که واقعاً مهم هستند هدایت کنید. این توانایی جلوگیری از حواس پرتی، چه داخلی و چه خارجی، و هدایت تمام منابع ذهنی شما به سمت یک هدف خاص است.
با پرورش تمرکز می توانید بهره وری خود را افزایش دهید، به اهداف خود برسید و در نهایت زندگی موفق تری داشته باشید. یکی از مزایای کلیدی تمرکز، توانایی آن در افزایش کارایی و اثر بخشی است. وقتی به طور کامل در یک کار غرق می شوید، ذهن شما متمرکز بر لیزر می شود و در کار خود کارآمدتر می شوید. در نتیجه می توانید در زمان کمتری کارهای بیشتری انجام دهید و منابع ارزشمندی را برای سایر جنبه های مهم زندگی خود آزاد کنید. علاوه بر این تمرکز شما را قادر می سازد تا از پتانسیل خلاقانه خود بهره ببرید. با حذف عوامل حواس پرتی و آرام کردن ذهن، زمینه مناسبی را برای ظهور ایده ها و راه حل های نوآورانه ایجاد می کنید. بسیاری از پیشرفت ها در علم، هنر و تجارت نتیجه تمرکز عمیق و ذهن متمرکز بوده است. داشتن یک زندگی کامل نیز مستلزم توانایی اولویت بندی و انتخاب آگاهانه است. تمرکز به شما کمک می کند ارزش های اصلی خود را شناسایی کرده و اقدامات خود را با آنها هماهنگ کنید. با تمرکز بر روی چیزهایی که واقعاً برای شما اهمیت دارد، می توانید حواس پرتی های غیر ضروری را از بین ببرید و بر فعالیت هایی تمرکز کنید که برای شما شادی، رضایت و معنا می آورند. علاوه بر این تمرکز نقش مهمی در دستیابی به موفقیت بلند مدت دارد. به شما این امکان را می دهد که اهداف روشنی تعیین کنید، استراتژی های مؤثر ایجاد کنید و در مواجهه با چالش ها پافشاری کنید. با تمرکز بر اهداف خود می توانید بر موانع غلبه کنید، با انگیزه بمانید و در نهایت به رویاهای خود برسید. برای مهار قدرت تمرکز، پرورش ذهن آگاهی و آموزش ذهن خود برای حضور در حال حاضر ضروری است. تمرین های ذهن آگاهی مانند مدیتیشن، تنفس عمیق و تجسم می توانند به شما کمک کنند تا در میان هرج و مرج زندگی روزمره متمرکز و متمرکز بمانید. در نتیجه تمرکز کلید داشتن یک زندگی کامل و موفق است. با تقویت این مهارت می توانید بهره وری خود را افزایش دهید، از پتانسیل خلاقانه خود بهره ببرید، اقدامات خود را با ارزش های خود هماهنگ کنید و به موفقیت های بلند و مدت دست یابید. قدرت تمرکز را در آغوش بگیرید و دنیایی از امکانات بی حد و حصر را باز کنید.